ما را به خاطر بیاورد، ما را این تازه جوانان 22 ساله میبینیم شور عشق در سینه داشتیم و پیش از آنکه عاشق شویم سینه برها سوده مانیم. ما را به خاطر بیاورد، ما را تو سینه سرخانی کنی و گردیم و ده به ده نه در آسمان و نه در کوه سال و نه در شاه سال در بازار پیش از آنکه آوازخوان شویم بر شاخه این تکی دست بگاه پیش جان واسپردیم. به خاطر دارم پیامشان را، سرنوشتشان را، آری و همیشه در گذرگاه خاطرم در گذر است آوازهای ساحت سینه سرخان سینه بسیح و تجسد آرزوهای 22 سالگان سینه بسند و تکرار یادشان شاید پیش از آنکه شاعر شوم 22 ساله بگیرم. طبق شعری که خدمتتون خوندم، شعری بود از عزت ابراهیم نژاد، یکی از کشته شدگان واقعی که دانشگاه در یوزکسبه 1378. خیلی ممنون از کسانی که تو جلسه حاضر شدن از طرف انجمن دموکراسی و مدرنیته. من از شما تشکر میکنم. ما دو پنل داریم که در پنل اول دو تن از شاهدان واقعی که دانشگاه صحبت میکنم. قبل از این ما دو تا تیمی رو هم دو همین بود.
من باید سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و کسایی که دارم وارد میبینن. جا داره اولش یاد کنم از دانشجویانی که در روز 18 تیر ماه عزت ابراهیم نژاد جانش رو از دست داد و کسایی دیگه که البته حکومت قبول نکرد ولی با آمارهای مختلفی بود که کسان دیگه هم بودن و هیچ وقت معلوم نشد که اینها سرنوشتشون به کجا رسید، مثل سعید زینالی که مادرشون البته گفتن که ایشون بازداشت شده بودن ولی حکومت تا کنون پاسخی نداده به خواستای این خانواده که این فعال دانشجویی و بازداشت شده 18 تیر ماه الان کجا هست و در چه وضعیتیه، و همینطور اکبر محمدی که در 18 تیر ماه 78 بازداشت شد و سال 85 الان نزدیک به سالگردش هم هستیم که 9 مرداد 85 در پی اعتصاب غذا در زندان اوین جان خودش رو از دست داد و به شهدای جنبش دانشجویی پیوست، و همینطور شهدای 18 تیر ماه 88 که اگرچه اونها در واقع بخشی از جنبش اعتراضی پس از انتخابات بودن، اما 3-4 شهید دانشجو در بازداشتگاه کهکشان که اونها به لیست بلندبالای دانشجویان که برای آزادی در ایران جنگیدن و جونشون رو از دست دادن اونها رو باید اضافه کرد. خب من سال 78 حدوداً 22 سالم بود، البته چندی بیش از اون فعالیت دانشجویی رو شروع کرده بودم در جبهه متحد دانشجویی که در واقع اتحادی از چند گروه مستقل دانشجویی بود، و خب پیش از اون هم برخی از تجمعات دانشجویی بود که به خشونت کشیده میشد، به خصوص گروه جبهه متحد دانشجویی فعالیت هایی که داشت، میتینگ هایی که برگزار میکرد بعضا به خشونت کشیده میشد، و در واقع من با خشونت حکومت و طرفدارانش از جمله انصار حزب الله
از نزدیک آشنا شده بودم، بارها شده بود که به طور مستقیم خود من حمله کرده بودن در این درگیری ها، و در واقع 18 تیر ماه برای من که اونطوری غیر مترقبه هم نبود، هر لحظه احتمالی میرفت که در واقع نیروهای طرفدار حکومت بخوان یک ضرب شست بزرگی به دانشجو نشون بدن و بخوان که قدرت سرکوب خودشون نشون بدن. در 18 تیر ماه البته من خودم ساکن کوی دانشگاه تهران نبودم، منزل ما در امیرآباد بود نزدیک به کوی دانشگاه، اما یه سری از دوستانم بودن در کوی، منتها فرداش من متوجه شدم که وقتی که شامگاه 17 تیر ماه بعد از تعطیلی روزنامه سلام تجمع خودجوشی از دانشجوها شکل گرفته بود در کوی و این تجمع به بیرون کشیده شد و بعد که نیروهای انتظامی و انصار حزب الله حمله کردن به داخل کوی، دانشجوها از ساختمان‌های کوی پرتاب کردن، اتاق‌ها رو آتیش زدن و یه سری رو بازداشت کردن، این صحنه‌ها رو من از نزدیک نبودم، اما از فردا صبحش متوجه شدم و به سمت کوی دانشگاه حرکت کردم. وقتی که ما اومدیم به سمت کوی در واقع خیابون امیرآباد به سمت بالا رو بسته بودن، نیروی انتظامی این طرف بود و اجازه نمیداد که کسی وارد بشه و بالای کوی درگیری بود بین انصار حزب الله و دانشجویان. من بالاخره خودم رو از یه طریقی از در واقع خط پلیس گذروندم و وارد کوی شدم و تصاویری که دیدم با اینکه میگم من صحنه‌های خشونت رو دیده بودم از نزدیک، برام غیر قابل باور بود که جای خون روی اتاق‌ها بود و بعضی از اتاق‌ها شاید تو عکس‌ها هم دیده باشیم که کاملا سیاه شده بود و کاملا به آتش کشیده شده بود، درهای شکسته و اینها، و یه جوری به ذهن آدم میرسید که انگار یک لشکر خارجی حمله کرده و به یک دشمن با این خشونت برخورد کرده و دانشجویان که تنها یک اعتراض خودجوش کرده بودن. و خب بعدش ما البته ارتباطاتی که با هم گروه جبهه متحد دانشجویی داشتیم تصمیم گرفتیم که کمک بکنیم به این حرکت دانشجویان، چه از بعد اطلاع رسانی و چه از بعد کمک‌های دیگه. ما مقداری اول غذا گرفتیم و مواد خوراکی آوردیم داخل کوی از طریق برخی از دوستانمون و خب اون چیز مشاهداتی که داشتیم رو میفرستادیم به دفتر جبهه متحد که اون موقع هم اینقدر رسانه ها حد گسترده نبودن که همه جا تا اتفاق بیفته سریع بخوان پوششش بدن. البته رسانه های داخلی ایران اون وقت روزنامه های خوبی منتشر میشدن، اما باز هم بالاخره اونها هم یه خط قرمزایی داشتن، اما ما خبرها رو منتشر میکردیم و بعد از مدتی من خودم تصمیم گرفتم که وارد این درگیری ها بشم، چون خودم هم جوان بودم و هم این خشونت رو دیده بودم و تصمیم گرفتم که در اعتراضاتی که میشد و درگیری هایی که میشد خودم هم حضور پیدا کنم. و از همون روز ما درگیر بودیم، البته من خودم یادمه که یک نقابی هم به چهره زده بودم که شناسایی نشم، ولی بالاخره بعضی از دوستان دیگه بودن که به این ترتیب شناسایی شدن، اما در هر صورت چون من فعالیت سیاسی قبل از اون داشتم و گروهی از دوستان رو بازداشت کردن، بالاخره من هم شناسایی شدم و البته میرسم به اونجا که چگونه بازداشت شدم. ولی در مجموع در این چند روزی که اونجا بودم اون شکسته شدن هیمنه خامنه‌ای و حکومت ایران به نظرم خیلی مهم بود که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدادن مستقیم دانشجویان، میگفتن قاتلین فروهر زیر عبای رهبر، و این شعار به نظرم خیلی مهم بود که اون قداست ولی فقیه رو در ایران شکوند و برای اولین بار یک حرکت اعتراضی به این حجم و گستردگی در سطح کشور به وجود اومد که حتی می‌بینیم بعد از سال اعتراضات سال 88 خیلی از اصولگرایان و حکومتی‌ها، البته در کل این سال‌ها هم اینطور بوده که همیشه فتنه 78 و فتنه 88 اینا رو کنار هم می‌ذارن، هرچند گستردگی سال 78 در مقایسه با سال 88 قابل مقایسه نیستش، اما اون یک نقطه شروعی بود که این در واقع چهره حکومت و اون
چهره وحشت انگیز حکومت رو شکوند و مردم به خودشون جرأت دادن که وارد خیابان بشن، در صورتی که انتقادی هم که در همون زمان ما داشتیم به دولت اصلاح طلب این بود که از اون پتانسیل اجتماعیش استفاده نمی‌کنه و فعالیت سیاسی رو تنها مختص به صندوق‌های رأی کرده، که دیدیم که از صندوق رأی آقای بعد از آقای خاتمی هم آقای احمد نژاد بود و این نکته مفهوم بوده بود که این پتانسیل اجتماعی واقعا وجود داشت ولی نتونستن اونها ازش استفاده بکنن یا نمیخواستن یا نتونستن. و خب مشاهدات من همونطوری که در فیلم هم دیدید، حالا من به جزئیاتش رو میخوام اشاره بکنم، خیلی طولانی میشه، اما در همون صحنه‌های درگیری بود، صحنه‌هایی که حالا به طور مثال مثلا با جمعی از دوستان اونجا که وزارت کشور رو نشون میداد، اون فیلم دوم که آقای سراج میردامادی اون موقع در وزارت کشور بود فیلمو گرفته، من هم در همون جمع بودم که به سمت وزارت کشور رفتیم و از اون ور می‌خواستیم به سمت صدا و سیما بریم که به سری از دوستان گفتن که نیروهای سپاهی اونجا لشکر گرفتن و اگر برید اونجا با سرکوب مواجه میشید. بالاخره اختلاف بود بین دانشجو و اکثر دانشجو تصمیم گرفتن که به اون سمت حرکت نکنن. البته باید اشاره بکنم که اون وقت با توجه به احترامی که من برای فعالان دانشجوی دفتر تحکیم دارم، اون وقت دفتر تحکیم اعضاش در واقع تمایلی به گسترده شدن این حرکت نداشتن، فقط خواستن که یک تعصب‌هایی در داخل دانشگاه ایجاد بشه، هرچند که اومدن مردم و دانشجو به خیابون‌ها میتونه کسای دیگر هم اضافه بکنه به این جمع که حکومت بعداً بخواد اینها رو آشوبگر بنامه، اما در کل حرکت در واقع نمیشد خلالی ایجاد بکنه چون یک حرکت مردمی و در اعتراض به سرکوب و این انتقاد به فرمان عمومی تحکیم بودش. و من در واقع بعد از این اعتراضات بود که روز 23 تیر ماه، خب همونطور که میدونید و الان هم خیلی بحثش داغ شده که آقای روحانی سخنران اصلی اون مراسم بود، این تجمعات دانشجویی 4 روزه در تهران 4-5 روزه به پایان رسید با حضور نیروهای سپاهی، بعد هم مشخص شد که قرارگاه سالالله محمد رسول سالالله بوده که اومد و کنترل رو گرفت و اون نامه معروف سپاهی ها به آقای خاتمی که اگر جمعه این اعتراضات رو نگید ما در موقع کودتا کنیم. و من همون موقع متوجه شده بودم که یه سری از دوستان هم بازداشت شدن در جلوی متحد دانشجو، یه سری دیگر دوستان در حزب ملت ایران، و من تصمیم گرفتم که قبل از اینکه بازداشت بشم برای مدتی مخفی بشم و بعد آخرین روزهای در واقع 30 تیر یا 31 تیر 78 بود که هجوم آوردن به منزل ما و خونه ما یک خونه 4 طبقه بود که یکی از طبقه‌هاش ما بودیم. و جالب اینجاست که برای ایجاد کردن رعب و وحشت وارد شده بودن تمام این خونه ها رو، بعد طبقه پایینمون یک پیرزنی بود که اومده بودن تو خونه اونها و بعد طبقه دوم خونه خاله‌ام بود که اونجا وارد شده بودن و بالاخره سرتای کوچه رو بسته بودن، یه حالت رعب و وحشت مثلا ایجاد بکنن هم در میان همسایه‌ها و هم کسایی دیگه که اگر یکی از بچه مردم میخواد این کارا رو بکنه آخر عاقبتش این هست. ولی به هر حال من رو نتونستن اونجا بازداشت کنن، یه مدتی مخفی بودم و بعد چند ماه که بازداشت شدم، البته اون وقتی که ما در واقع یک مقدار جرم خوابیده بود و یه سری از دانشجوها رو حکم زندان داده بودن، سری رو 4 نفر رو حکم اعدام داده بودن که البته بعدش شکسته شد، اون وقتی که من برگشتم به در واقع تهران دیگه این جرم سرکوب تا حدودی فروکش کرده بودن و من رو گرفتن و در نهایت در حکم زندانی که بعد صادر شد 6 سال زندان می‌دادن، 3 سالش به خاطر فعالیت در تجمعات اعتراضی بود که از جمعه اجتماع تیر ماه بود و 3 سالش به خاطر عضویت در گروه‌های غیرقانونی. و من به نظرم مهمترین نکته‌ای که حالا از بحث دانشجویی از بحث خاطر رو بگذاریم، مهمترین نکته‌ای که در اجتماع تیر ماه و جنبش دانشجویی چه تأثیرش رو دید این بود که بعد از اجتماع تیر ماه روند استقبال
جنبش دانشجوی از حاکمیت شدت پیدا کرد و الان می‌بینیم که گروه های مستند دانشجوی انجمن های اسلامی به ترتیب قرار گرفتن که حتی اجازه فعالیت در خود دانشگاهشون سخت شده، اجازه برگزاری انتخابات ندارن و از روز به روز این در واقع روند استقرار شدت پیدا کرد. و از اون طرف هم سرکوبهای حکومتی البته به نظر من این نکته مثبتی بود، هرچند که فعالیت های مستقل با سرکوب مواجه شد، اما فعالیت های دانشجویی به مسیر اصلی خودش که اون دوری از حکومت هستش برگرد شده، که در اجتماعاتی ما در واقع بخشی از فعالان دانشجویی بخشی از دولت اصلاح طلب بودن و به نظر من تحریک جنبش نیست که فعالان دانشجویی بخوان در یک دولتی یا حکومتی مشارکت داشته باشن یا بخشی از اون باشن. جنبش باید همیشه استقلال و نهایت خودش رو در خارج از حکومت حفظ بکنه تا بشه اون رو به نام جنبش نام. من صحبت دیگه ندارم، مرسی از شما و کسایی که از طریق بالاترین حرفهای من شنیدن. سلام و ادب دارم خدمت مهمانان عزیز و بینندگان عزیز بالاویزیون. خب شرکتی ما 25 سالمون بود و سال آخر دانشگاه بود و تعدیلات دوستان رو میخندن فکر نمیکردم که من اینقدر سن و سال همچین از خدا دو سال کوچیکتر باشم. همسن آجنده بعد خب تعطیلات تابستونی بود و امتحان داده بودیم ما روزایی بود که خوابگاه ها اونه که خب دانشگاه تهران بودم میساریم بودم ما هم که دانشگاه علامه بودیم خوابگاه ها تعطیل بود و خونه دوست آشنا قدر بوده با قول من بود خونه یکی از اقوام بودیم اولی چهارا و اس بود و بعدم خب بهار مطبوعات بعد از دوران اصلاحات بود صبح کارمون این بود که اولی سرکی که بشیم دکیه روزنامه فروشی باید بریم اومدیم سرک فروشی با یکی دوستان قرار داشتیم بوده بودم اشکته اصلا تیتر روزنامه هایی که دیدم شوکه شدم نوشته بود که دانشگاه تهران به خواب و خون کشیده شد دیگه از همونجا مسیر عوض کردیم که به جای اینکه بریم دانشگاه دانشگاه خودمون پاشتیم رفتیم جلوی دانشگاه تهران دیدیم تجمع و تجمع خیلی باشکوهی بود جلوی در دانشگاه تهران که همزمان آیه نجف خود حبیبی اعلام کرده بود خود راسه دانشگاه ها استعفا دادند و ما اونجا یه مقدار خواستار بچه شعار دادن آقای خاتمی واکنش واکنش خلاصه منتظر واکنش آقای خاتمی بودند و یه سری شعار از آقای عبدالعالی اومده بود اون روز صحبت میکرد داشتیم جریانات را میچسبان باز به استکبار جهانی تا بود استکبار جهانی بچه ها شروع کردن و بو کردن و ایشون هم دیگه اصلا صحبت نکرده و بیل کردن از اونجا پشتیم رفتیم به سمت کوی دانشگاه و امیرآباد یادم شعار میدادن بچه ها ملت گل میدادن و در خونه ها باز بود و شربت و آب و نوشیدنی هم میگفتن تلفن میخوایم بزنیم بفرمایید و خلاصه خیلی از شب خیلی خوب بود دیگه ما هم یاد روزای 57 اعتمادات بابای تلفن بعدم همون روز اگه اشتباه نکنم وزارت کشور روز همون شنبه بود که آقای صحتی انتقاد کردم در شد تلفن بنده هم جزء یکی از اون راهنمایان جلوی وزارت کشور بودیم و حالا روش بچه های عزیزی آقای همشاره که همین بودم با اون شور مرکزی تحکیم بیشتر بارو لحظ بشنم بهتر بود ولی من به عنوان یک پوست شوره بیرونی دفتر تحکیم اون موقع تمام این زد و خورده که شما میگیریم ما هم بودیم و اون روز تموم شد و جلو بزرد کشتم چند دقیقه نشستیم و چند یکی دو ساعتی بود نشستیم اومدم قول دادن که رسیدگی کنند و خیلی هم فیلم هم مشارکسه اول اونجون بردن درش شکسته شد ولی خب خیلی با آرامش و خونسرده نشستند و آیه سراج نوردامانی هم فیلم بردار بود اون موقع ایشون هم با قولی من اون بردن ما این بر بودیم بایدتن الان ایشون هم خارج از کشور هست شد بگن همه ظاهره جز اپوزیسیان این مرده فکر کنن با اعتقاداتی که آیه روحانی برد داده که به آموشه گرم اسلام برگردیم فکر کنیم دیگه وضعه نگردن ولی خلاصه نشستیم و خیلی جلب جلب بود بود شعارهای ساختار شکننده می دادند و اولین بار بود که علی آقای خامنه‌ای شعار مطرح می شد و مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر دیکتاتور و انصار جنایت می کند رهبر حمایت می کند اون روز گذشت و ما دوباره برگشتیم کوی هم درگیر بودیم یکی دو روز
توی بودیم تا دوشنبه. دوشنبه از خب یه بحثی هستش که کوروش میگه بچه دفتر تحکیم یه چیزی که الان بعد مدت مشخصه بی‌برنامگی و عدم سازماندهی مطلب چه تو بچه تحکیم و چه گروه دیگه وجود داشته. این من با بچه های تحکیم تحکیم میشنم که اگه بچه ها از چهارا ولی از پایین برن شما به جواب خونشون بدین. این تحکیدهایی بود که یعنی رسمن پیمون پسخان میکردن به بچه ها تحکیم میکردن که اگر از به سمت پاسور یا چهارا ولی از بیان پایین بدن قدر رکشیدین از چه شما خود میدین. از طرف هم با یک عده دوستانی میدن من یادم روز دوشنبه گروه که در واقع آخرین روزی بود بچه ها دور هم جمع شده بودن فکر کنم 21 برای 21 تیر بود ما اون شب تو 10 شب تقریبا تو دانشگاه تهران بودیم درگیری شدید شد و خب من یه نکته هم بگم من زیاد علاقه به فعالیت سیاسی و چیزا نداشتم راستش تا اون شب خیلی یه تصاویری دیدم که واقعا الان مو به تنم سیخ میشه خب میبینم بچه که باتون خوردن یا گاز گاز اشتابر استنجاب کردند و مزموم شدند و خشونت که دیدم یه تنفر اصلا به وجود اومد بس از حکومت حاکمیت این برخوردی که با بچه دانشجو میکردن اصلا اون شب یعنی یه در واقع تحول عظیمی تو من ایجاد شد و یادم اون روز خب این برای در دانشگاه تهران در اصلی دانشگاه تهران بچه های نیروی انتظامی و انصار حزب‌الله و چماق و دستا و همه بودن این برای ما بودیم و خلاصه این برای ما شعار میدادیم و برای ما سنگ برمیگردن یه هنده میگفتن آقا چرا در گرفتیم بریمونید بریم بیرون داشتن جرم میدن خب رفتن بیرون مصادی رو با خوردن باتوم و بالاخره دوستانی که برای مسلح منتظر مزیرایی بودن بعد دیدیم یکی از دوستان که خیلی عشق شهادت داشت و میخواست بره این میگفت آقا چرا جلوی ما رو گرفتید ولمون کنید که بچه گفت بریش کنید بریم بزید ول که شد قضیه که این آقا عشق داشت که عاشق این بود که بره بیرون یهو دیدم چه پا پس کشید فکر نمیکرد مثلا با بچه ها جدا اینا چیز کنند بفرستن جلوی معرکه دیدیم پا پس کشید روز دوشنبه بعد از دو سه روز بلا تکلیفی بچه ها تصمیم کردن یه شورای متعصبین تشکیل بدن از سراسر دانشگاه شورای عمومی بیشتر دانشگاه تهران بود که و اون روز هم یه تریبون آزاد در دانشگاه تهران برگزار شده بود هر کس ایده میداد یکی میگفت آقا ما از همینجا پاشیم بریم جلوی دانشگاه صدا و سیما ایده خیلی طلاقانه و خیلی جالب مطرح میشد از هم بعد ولی خب مطلب مشترک این شد که شورای متعصبین تشکیل بشن که این شورا به نوعی خود چون هر دانشگاهی بچه انجمن خودشون میشن و راحت‌تر میتونن در واقع سازماندهی کنن که خبری از برنامه هست بتونن با مجموعه ارتباط داشته باشن مثلا موبایل و نمیدونم ارتباط اینترنتی اینا هم نبودش بعد خب شورای متعصبین که تشکیل شد از هر دانشگاهی یک دانشگاه یک نماینده داره شد که با زیر مجموعه خودشون در ارتباط باشن اینا دیگه هجوم بیشتر شد بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا اینکه دیدیم بله این سر همچنان یکی یکی دیگه جنازه بود می اومد این برام آمبولانس می اومد دانشگاه تهران محاصره بود یاد آقای حکیمی بود موقع شورای شهر رو این برشوان کردن شورای شهر بود و بعد خدا از مسجد دانشگاه تهران اعلام کرد گفت تو رو خدا بری میکشن یعنی عکس و آب و ناله میکرد التماس میکرد برای دانشگاه رو خالی کنن اومدن تو بکشن خب فضای ترس بود این برام خب عصبانیت بود بچه دست هم میگرفتن سرود میکنیدن و یعنی دست من اون لحظه فهمیدم که بعضی مثلا نمیترسن جلو بود بمیدن یا از جونشون میگذرن یعنی اون شب حس کردم دست همو گرفته بودن و با خشم و با یه حرارت خاصی سرود یادبستانی لاله در اون گفته بود اینا میخوندم و میرفتن جلو اون برام بود جنازه بود که بیومد من دیگه اواخر رفت بودم از خود مسجد جنازه که می اومد باید باد می‌زدیم نمی‌دونم کمک های اولیه و بچه‌ها رو هدایت می‌کردیم آمبولانس می اومد اینا آمار تعیین می‌کردیم که اسم اگه مشخصه داره یادداشت می‌کردیم مشخصات آمبولانس یادداشت می‌کردیم با هولوش ده شب بود یکی از دوستان خود بچه انجمن علامه مصدوم شد اسمای حسن حضرت‌زاده و مصدوم شد مشابه لدرگه رشید هم داشت و خب چون رو من به تلفن دیگه از دوستان راستش جرأت نکردیم با آمبولانس هایی که میومد بفرستیم مجبور شدیم زیربغلش گرفتیم من و دوستم از زیر شمالی در آنجا دانشگاه تهران که میخورد
بلوار کشاورز. اونجا حالا ملت هم جمع شدن، تاکسی جرأت میکنه کسی رو سوار کنه، اینو کشون کشون با اونجا بردن، خیلی از اونش رد بود و ماشین گرفتن اینو بردن اول بیدور بلا. یه پزشکی میشنم اونه این دکتر میشنم رو نهگیر دکتر دادیم و ما خودم اومدم بیرون دوباره اومدم به طرف چهار ولی اصلیم در شهر بردن اومد نظامی و مردم خیابون رو بستن کامل آتیش وسط خیابون دیگه مقام آزومه ولایت هم چپ و راست متمایل قرار میدن دیگه اون شب اون دو ماه دیگه خیلی دیگه اصلا دیگه فکر کردم خیلی فضای دماغ خواهد داشت. سه شنبه شد دوباره اومدیم بیرون دیدیم فضای مشکوکی شده بریان همچین همه دارن برانداز میکنن یه عده تیپا سر ما هم دیگه دیدیم خطری دیگه نه شعار میشه دادن هیچ کاری این برشاید هم فقط مرور کردیم تا چهارشنبه شد که اومدن تجدید ویزاق کردن با آرمان های حضرت مقام قدسی و یه حماسه هم خصوصی دیر برادر وسیعی شد در این سر سر اما به بعض روش مطرح کرده بچه در تر تحریم کنه زدی که وجود داشت کنوش سبز هم دیدیم الان خیلی هم میگن خب مسلما من روز خودم جلوی وزارت کشور که رفته بودیم اون جمعیت فکر کردیم دیگه با من تمام شده ما توی یه شور و هیجانی بودیم خب 25 سال هم سن بود و گفتیم دیگه آخرش دیگه تمومه ولی خب بعد 10 سال گذشت اون حالا 20,000 نفر بوده 10,000 نفر بوده چرا اونجا رو وزارت کشور این شد به روایت 2-3 میلیون داد که 25 خرداد 88 سال انتخاب بود. خب اونجا هم باز دیدیم که ضعف سازماندهی رو اصلا روز قرار نبود ملت یعنی از طرف ستادها هدایت نشد و ملت جمع بشن بیان خودجوش اومدن و بعد هم دیگه حالا انتقاد وجود داره میگن چرا نرفتن صدا و سیما بشینن چرا مثلا سازماندهی نبود این ضعفی که وجود داشت و داره و اگر نخواهند دوستان شده فعالم به عنوان حالا لیدر جنبش های مختلف این حرکت ها خب باز مسلما چنین تجربه ممکن تکرار بشه ما باید درس بگیریم از اتفاقاتی که افتاد و سعی کنیم که بالاخره بیشتر برای تو سازماندهی نیروها بتونیم بیشتر مؤثر باشیم و بتونیم از فرصت های استفاده بهتری کنیم. یه نکته ای که من یادم رو بگم روش اول یاد کرد از بچه هایی که جونشون رو در جانبازگان رو داشتم چه من یاد کنم از بچه های دانشجو که تو زندان هستن آقای آرش صادقیان که چند وقتی در دویستان هیچ خبری ازش نیست و میگن در اتصال و لداز و من نمیدونم هیچ در واقعی خبری ازش نیست از مجید توکلی که حتی از تلفن محکوم مجید دوریز یا نوابه که به عنوان زندانیان تبعیدی چندین و چند سال و دور از خانواده در تبدیل بابا باشند، بهاره هدایت، شبنم مددزاده و تکتر بچه که الان تو زندان هم و دارم هزینه میدن یاد کنم نمیدونم چقدر وقت دارم و چقدر من تشکر میکنم از دوستان عزیز و ممنون که به من گوش دادید. هم دوستانی که حاضر در جلسه هستن و همچون برنامه داره از بالا میزیان پخش میشه میتونیم سوالاتتون اونجا بنویسید و به دست ما میرسیم که بپرسید. صد و خورد جلوی در دانشگاه تهران بود و بچه‌هایی که بعضا میرفتن بیرون مورد عنایت قرار می‌گرفتن یا سنگ پرت می‌شد یا با باتون مورد عنایت قرار می‌گرفتن و جنازه‌ای که می اومد یکی یه سری گاز اشک‌آور خورده بودن و ممکن بود مثلا به خاطر آسم ناراحتی تنفسی که داشتن بیهوش می‌شدن و اینا رو بود که می آوردن تو مسجد دانشگاه تهران
که اونجا میره تیم پزشکی بچه ها بودن، اونه که دانشجو پزشکی بودن یا کمانوی اولیه بدن بودن گویزاده بودن با لیسر و اکس های توان هست شده اون شب در واقع دوشنبه 21 تیر 78 اکس هاش هست که این درگیری ها مربوط به اون شب آخر دانشگاه تهران. سوالم از دوش هم پویاست در مورد اتفاقی که جلوی وزارت کشور افتاد، یعنی توی مشخص همونی فروش هم گفت یه به وارد میشن و بعد جلوشون میگیرن، من اینکه جلوشون میگیرن کار الزامی وزارت کشور هم نگیرن یه دانشگاه هستن چه دور چی؟ مثلا ما ادهی کم کنن جلوی اون جمعیت زیاد رو بیرن شما اونجا بروز بردیدیم. من حالا به نظرم میاد که هر دوتاشون بودن و خود دانشجوان هم یه سری از خود معترضین هم مخالف بودن که یعنی دانشجو بیان برن تو وزارت کشور و در رو بشکنن وارد بشن، یعنی فکر کنم که بخششون مال خود وزارت کشور بودن و بخش خود دانشجوشون دو دستگی بهشون بود که اصلا بیان برن تو یا اصلا ادامه بدن حرکت رو یا هم رو بایستن. یه دو در مجرد انتظامات داده بودم و همینوشم گفت فضا فضای خشنی نبود، خیلی همدیگر را مردم به آرامش نبود شعار میدادن و دو سخنرانی هم که کردم بعد دادن که دوستی بشه همه میگفتن که آره شعار یا شعار نگیره اینا، ولی اون چیزی که تو فیلم هم مشخص بود یه عده اول با هیجان خاصی وارد شدن چند نفری و دیگه گفتن که با این که چیز بودن دهن به دهن هستی نوستن گفتن آقام باشید آرامشون نرسون چند تا از نوره انتظامات داخل بودن بچه ها رو راهنمایی کردن بیرون و بعد از اون اومدن رو سخنرانی کردن واسه بچه ها قول دادن که این مطالبات دانشجوها رو پیگیری بشه. من سوال از پرسشم اینه که نقش همه به خوابگاه روز بعد اونجایی که شما خودتون اونجا بودین این بازی رو چگونه عوض کرد برای شما؟ یعنی می‌دونم که این یک رهبری در حقیقت نبود اصلا دانشجو که بدون رهبری، ولی نقش همه به خوابگاه بعد از به اصطلاح مطالبات حداقلی چی بود؟ من سالی که دوستان بازیدن یه از یه زبیه دیگه میخوام صحبت کنم که کوروش هم یه انتقال مواجه در سر تحکیل کرده بود با تحبیز مناظره شد دیگه. انجمن های اسلام دفتر تحکیم سال خب دوباره جون گرفت و شروع کرد فضا باز شدن و نشست برگزار کردن، حتی نشست سالانه اردوهای مختلف تو شهرهای مختلف سالانه اردوی تابستانی داشتیم. اما بعد از اون سال آخرین باری که اردوی تابستانی برگزار شد بود خودم آورد بود سال 1379 که اون اردوی تابستانی انجمن اسلامی ناتما بود که بودیم خودمون و اردو ناتما بود و بچه ها رو گرفتن زدن به خود ما حمله کردن تو علشتر که برای شما باز مجموع شدن و خدا داستان جداگانی داره خودش و در واقع استارت تفکیک یعنی جدازازی انجمن در واقع این شباب بین دو تیر شدن انجمن و بعد بلوم کردن انجمن های اسلامی که البته ما ها مربوط به تیر کنتروی انجمن که این هم اسلام طلب ها ما رو مورد انتقاد قرار میدادن و هر خود روزنامه کیهان و طیف محافظه‌کار، اما اونجا بود که دیگه هجوم به سمت انجمن های اسلامی شروع شد و نهایتا به دیگه غیرقانونی کردن و پلان کردن دفتره انجمن انجامی داره. نمیدونم چه اندازه پاسخ شما رو به سمت داده باشم. من این سوال که دارم اینه که بحث ایجادی را فرق نمی‌کنه چون دفتر تحقیق در واقع مبدعی داستان در دفتر تحقیق به نوعی واقعی شد سر این قضیه. من
میخوام بگم که آیا اون کسایی که اومدن و بگم شما خودتون هم 3-4 روز در واقع توی داستان بودید، اصلا لیست مطالبات وجود داشت؟ فقط این شده شد که اون بوده، یعنی مثلا شما همین هم اشتاره کرد یه در وزارت کشور میگه یه دنی شونن و بعد بار نیستن، مثلا این فرق اون شونی که با اون شون در وزارت کشور شکسته میشه، بعد به سر فکر که میبینید تعداد کمی هستن، میگن میگن آنه شما بشینید حالا مثلا بعد همه هم میشینن یه باره میخواه میگن ایگار اصلا یه نیست، مثلا آقا چی میخواهید؟ مثلا میخواهید دوباره روزنامه سلام مثلا باز بشه یا مثلا میخواهید مثلا میخواه میگن مطالبات چی بوده کلن؟ خب یه سری مطالبات مشخص شده بود که پرونده نیروی نظامی برگزار بشه از دانشگاه عذرخواهی بکنن و فراغت بدن به دانشجوها، مشخص بکنن که چه تعداد بازداشت شدن اونها رو آزاد بکنن، یه سری پاسخ مشخص بود. اما من با شما موافقم وقتی که قابلگیری پیش میاد خواسته فرمان دانشجویشان خیلی متقابل بود و از کم آمادگی رو نداشتن، به خصوص اینکه برخی از گروه‌ها خواسته‌های رادیکال‌تری داشتن برای می‌کردن. اما چند نکته‌ای که خدمتتون گفتم مثل عذرخواهی از دانشجو و آزاد کردن دانشجو و برخلافی فرمانده نیروی انتظامی یکی از مطالبات مشخص بود. نکته اینکه هوشیاری چون نیروی انتظامی ورود کرده بود دانشجو و اصلا نباید از نظر قانونی دانشگاه پایگان نیست و هر نداره به انتظامی ها بذاره به دانشگاه. یکی از خواستان این بود که اجازه دادن نیروی انتظامی ها هر دیگه این ها بذاره به حدیق دانشگاه و هر ساعت دانشگاه ها بذاره به انتظامی ها. برای شورای متأسفین هم که تشکیل شده بود هدف اصلیش پیگیری مطالباتی که دانشجویان داشتن که دویست بودن بودن برگیران که فرمانده کمیسیون برخورد با خاطران احسان که این جمعیت محرکه شده بودن. یه سوال اومده دوستان یه سایت ویزیون فرستادن. سوال اینه که شخص میگه من خودم آن زمان در خیابان بودم. شعار مرگ بر خامنه ای داده نشد. برای شعار جنتی ایران شیری نمیشه تندترین شعار بود. آیا اگر خاتمی دانشجویان را به داخل دانشگاه و سکوت دعوت نمی‌کرد تأثیر و نتیجه اعتراضات داشت؟ هم خود من یکی از کسانی بودم که مرگ بر خامنه‌ای گفتم. سوال دومی که تازه اگر خاتمی دانشجویان به داخل دانشگاه و سکوت دعوت نمی‌کرد تأثیر بر نتیجه اعتراضات داشت؟ شما من متعلق پس سوال دوم شما اگر خاتمی دانشجویان دعوت نمی‌کرد به داخل دانشگاه و سکوت. خب من دقیقا اشاره کردم آقای خاتمی یکی از اعتراضاتی که بهش وارد کرد اون پتانسیل اعتراضی استفاده نکرد و موضعیه خوبی نکرده شد این جواب تیم ها و خب اگر شاید محکم تن پرس دانشگاه میستاد و رئیس جمهور بوده هرچند در حکومت جمهوری اسلامی اما با توجه به رأی اعتراض میتونست یا در میان خود دانشگاه حضور پیدا کنه. متأسفانه نیامد، چند نفر از نزدیکانش اومدن اما یکی از نقاط ضعف پروژه خاتمی هستش که به خاطر دانشجویی که اون موقع خیلی از دانشجو طرفدار ایشون بودن پشتشون رو خالی کرد. یه نکته من اضافه کنم، حالا چون بچه‌ها بودن بیرون بودن دانشجو میومدن میرفتن تو که اون شعار میزدن اما اون دوشنبه که اون شب که شما بودن و کلا دانشجوهای تهران یه تخلیه شده بود دیگه فرداشن این سلوکی که پس فردا شاهبانی در این ملک سفر خامنه‌ای برگزار شد که آقای خامنه‌ای هم اون سخنرانی تاریخی که عکس من رو مبارک کردن شما هم مورد سنگ بودن به ما مطرح کردن یکی از وعده‌هایی که به بچه ها داده بودن موقع بچه ها گفته بودن آرام بشید ما درخواست مجوز میکنیم واسه از گذر کشور راهپیمایی قانونی تحسن قانونی بیایم برگزار کنیم. به این حساب در واقع یک فریب دادن در شما رو و بعد هم شما
خارجی شده من یه درگوی شهر رو دست بگنم در واقع یه بیتجربی بچه ها این اتفاق هم افتاد. من یه سوال شما از هرگزی مدت روی انتباط امروی سردی در نمیدن دفتر تجربه بحث در واقع ببینید همیشه تجمع و اعتراض های دانشجویی همیشه این سوال بوده این دونه نگاه متفاوت بود یه نگاه این بوده که خواسته دانشجوها بمونن در واقع دانشجوها یه سری خواسته های وزارت مشخص رو اعلام بکنن و همون هم بیستن و به اونها برسن یه دیدگاه دیگه هم دیدی که نه باید سریعتر از در دانشجوها خارج بشیم و به در واقع متن جامعه اگه این کار بکنیم مردم میپیوندن و مثلا فاصله خیلی بزرگتری مثلا مثل این کار برمان هفتودش برای یه سری تصورشون بود که شاید بشه موازنه این بوبار حتی به هم زد و اومد رو تغییر کن الان من کنم بودم شما مبارد بسایی که برای توی 14 سال پیش بودید توی اون اتفاق الان تحلیل چی هست؟ این فکر که اگر اون روز دانش چون هیچ وقت هم یه مشکل هم کرد هیچ وقت هم هیچ کدوم این تو دیدگاه میکنه نمیتونه قانع بکنه بعد یه چیزی بینابه میشه یه سری میرن بیرون یه سری باشه و این کار الان تحلیل چی است؟ اگر همه میشستن دانشگاه مثلا یه خواسته به فرض از فرمانده دیگه این آقای مثلا روش مثلا اگر میگرفتن این بهتر بود یا اینکه همه با هم میبادن بیرون و سر میگرن مردم رو بیارن در این رو من مثلا در نبار این خواسته رو بیرن کتون این کار نظر شما را آفی شد بعد من یه اول کنم من یکی از اجازه بودم که خیلی اشتن داشتم اون زمان بری پلیس رو سیما باشه هیجان کالایی هم سنیم رو هم برازه هست و الان این میشنان فکر میکنم با اعتباقات هم که این در سال رو افتاده صبح هنگ برداد با چیز رو دوسته میریم مردم خیابان میکنم مصدقا من دامنگی نارزایی رو که هم این رو کنم با بایسه کنم 78 و 78 حال به دیگه هم اعتبارستانی هست اگر مثلا موقع هم خب ابزار خب نسبت به سال هم پیل هشتاد و هشت خب خیلی معنی در ابزار تدارستانه ما سال هشتاد و هشت هم با اون تجمعاتی که شد در چند برهه مختلف باز نتونستیم یعنی نتیجه مطلوبی که میخوان بگیریم و این چیزی که ما حالا یه عده الان مبلا انتقاد میکنیم دفتر حکیم نذاشت و اگر میذاشت مردم مثلا میومدن ملحق میشدن یا این یه چیز فانتزی و تخیلیه به نظر من الان میگم من خودم اون موقع دوست داشتم برم دوره سیداوزی ما اما بعدا باید برنامه داشته باشه سازماندهی داشته باشه و بدون برنامه سازماندهی هیچ کاری نمیتونه پیش ببره الان فکر میکنم اگر ما اون زمان تو دانشگاه و جا متحسن میشدم ول نمیکردم محیط دانشگاه رو و اون موقع برنامه‌ریزی خودشون که حداقل حریم دانشگاه حفظ بشه اگر شاید ما می‌سازیم اتفاق مثل صحبت خرداد 88 نمی‌افتاد که به مراتب فاجعه سنگین‌تر همه چیز گزارش دقیق از میزان دل و درد و بازداشت و کشته شدن در دست نیست و خیلی فاجعه از فیلمش هست و واقعا به حدی در خرداد بعد بود که اصلا آدم نمی‌تونه فیلماشو ببینه و یه بحث احساسی هستش احساس می‌کنه که حالا اگر می‌رفتیم ممکن بود اتفاق بیفته که خب رو کاغذ این اتفاق نخواهد افتاد به نظر من فکر می‌کنم که حکومت سرکوبگر چه تعصب در داخل دانشگاه یه تجمع اعتراضی رو جفتش رو با یه نوبه بکنه چه در ساحه بعدی جایزی هم دیدیم حتی وارد دانشگاه هم شدن حتی دوباره اومدن شوهر رو در داخل دانشگاه نقل کنن حمله کردن این نیستش که اگر اون تجمع داخل دانشگاه بود به یک تجمع اعتراضی بود خب حکومت خیلی راحت خوش کنار کنن البته من قبول دارم که من خودم طرفدار این بودم که مردم بیان دانشجو بیان بیرون با مردم در واقع گسترده‌تر بشه این حرکت اما باز فکر می‌کنم حالا که بعد از 14 سال شاید اگر این حرکت سازماندهی شده تر باشه بهتر جواب میده ولی متاسفانه الان بعد 14 سال باز هم قدم نقطه هست که الان هم اگر بخوایم یک حرکت اعتراضی رو کنیم و یک حرکت اعتراضی خیابونی با اینکه حق مسلممون هست و در مقابل حکومت سرکوبگر تنها چیزی که ما داریم که بتونیم بیایم یکی از روشهای اتوریتتمون هست اما بدون سازماندهی فکر کنم باز هم به نتایج مثبتی نرسیم اما با اون قسمت حرفیم که اگر توی دانشگاه میموندن جواب بهتری میگرفتن به واقع نیستم چون که حکومت سرکوبگر برق براش نمیگیره
همه رو سلام. یه سوال دیگه بچه ها روی وبسایت پرسیدن اینکه وضعیت حال حاضر دانشگاه ها و انجمن‌های اسلامی رو چطور می‌بینید و اینکه صحبت ها و قول های آقای تایزاده در وزارت کشور چیه؟ جمعه خودشون از انجمن اسلامی بودن؟ حالا من یه روزه تربیم انجمن هستم و من جوانم بعد از خواب در اصابه کسیم اگه اینجا جواب بدن خب ما بیشتر باشار میشیم. خب فعلا از چند سالی هستش که کلن انجمن ها برای خود خیلی شدیدی داره باشون صورت میگیره کلوب شدن و کلن انجمن ها غیر قانونی شده. حالا آقای روحانی اگر بتونه دوباره در انجمن باز کنه یه نشاط دیگه نشاطی ایجاد کنه که نه ولی فعلا بچه‌ای که خانم بهاری هدایت شورای مرکزی انجمن دفتر تحکیم تو زندان مجید تبرکوی از بچه شورای مرکزی از بچه های انجمن زندان سیان نرابی مجید دوری بچه‌ای که به قول معروف بچه‌ای بررسی جنبش دانشجویی زندان هستن و حتی آخرین بار بچه‌ها به صورت آنلاین هستن انتخابات برگزار کنه که اونم با برخورد شدید مواجه شده. خیلی نهایتا هر از این انتخابات که فضای برخورد و برخورد با کلن جنبش دانشجویی مدنی دانشجویی بدنی دانشجویی بوده خیلی برخورد شدید بوده و دیدیم که بعد از انتخابات سال 88 هم تنهاجایی که خیلی مقاومت کرد و بایستاد دانشگاه بود که همین خاطر هم اصلا به دانشگاه مشهد حمله شد جای مختلف من این حمله شد و از اینا خیلی بالا بردن واسه بچه های دانشجو و فعلا تصویر ما مبارک کردیم و فعلا به خاطر هزینه سنگین بودن هزینه در هزینه فعالیت دانشجویی خب دانشگاه که باید برخوردار باشه برخوردار نیست. اما سوالی راجع به آقای تایزاده و قولهایی که داده بودن جلوی وزارت کشور قرار بود که رسیدگی بشه به در واقع مسئله پرونده دانشگاه و با خاطیان برخورد بشه که دیدیم دست آخر آقای اورجلی برگزارده رو فقط خاطر دزدیدن بیشتراش مجرم شناختن و این پرونده مثل هزاران پرونده دیگه که بعد از انقلاب شکوهمند 57 بازه همچنان باز می‌مونه. خیلی ممنون. متشکر از شما که ما پنل اول رو به پایان می‌رسونیم. بعد از چند دقیقه ده دقیقه استراحت دوباره با پنل دوم در خدمت شما هستیم. خب ما برای بخش دوم برنامه تصمیم گرفتیم که مقدار متفاوت‌تر از برنامه‌هایی باشه که معمولاً جنبش دانشجو برگزار شده. راست بر اینه که تو اینجور برنامه دانشجو صحبت کنن. ما تصمیم گرفتیم این بار یک نگاه بیرونی داشته باشیم به بحث جنبش دانشجویی. دانشجوهای سابق و اساتید دانشگاه دعوت کردیم که این پنل حضور داشته باشن. به نوعی آسیب شناسی جنبش دانشجویی از سه منظر. ما برای این پنل سه مهمان ویژه داریم. دو سازگارا، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، چون بچه‌های تاریخ دارن، چون دعوت ما تشریف بیارن. تشریف برنامه بزنن. دو سازگارا بعدی که برای ما مقایسه کنن جنبش دانشجویی پیش و بعد از انقلابشون از اعضای کنفدراسیون دانشجویان قبل از انقلاب بودن از اعضای مؤسسه بودن و به هر حال در انقلاب بهمن 57 هم نقش ویژه و خاصی داشتن. مهمان دوم دکتر اکبر کرمی هستن. ایشون پژوهشگر مسائل اجتماعی به امریکا و شهر واشنگتن اومدن. دکتر کرمی پزشک هستن و بعد از انتخابات خرداد 88 هم وقتی که 8 ماه رو در بازداشت بودن به محکوم سنگین و
دکتر کرمی به موضوعی که صحبت کنن بررسی ردپای سندرم استرس دینی و سرطان استرس جنسی از سرطان پوست نداشته حالا توضیح میدن این عنوان طولانی چه ارتباطی با سرطان پوست نداشته داره سرطان بحث خیلی جالبی اومد باشه و مهمان سوم ما دکتر آرام اسامی استاد کالج مونتگومری در مریلند هستن دکتر اسامی جنبش دانشجویی رو مقایسه میکنه جنبش دانشجویی ایران رو با جنبش‌های دانشجویی در کشورهای دیگه به طور ویژه در جنبش دانشجویی فرانسه و جنبش دانشجویی در آلمان ما از هر کدوم از مهمانان میخوایم که در هم در نشستن در 10 دقیقه در دو روند صحبت کنن اگر که وقت اجازه بده 5 دقیقه هم دور دوم صحبت کنیم و من میخوام از مهمانهای حاضرین در جلسه در سوالات جمع شده جنبش دانشجویی هم هستن که این بحث مشارکت کنن اگر نقدی دارن به این نگاه از بیرون به جنبش دانشجویی به آسیب شناسی جنبش دانشجویی حتما هم بدن مرسی ممنون از محبت شما و همه دوستانی که جلسه رو ترتیب دادن و دعوت کردید. اگر اجازه بدید من چون گردنم گذاشته شده که راجع به مقایسه جنبش دانشجویی قبل و بعد از انقلاب صحبت بکنم. من چون هم در داخل ایران فعال جنبش دانشجویی بودم هم در خارج ایران. خارجش رو کنار بگذارم که از فعالین جنبش دانشجویی در خارج بودم و عضو هیئت دبیران انجمن اسلامی دانشجویی در امریکا و کانادا بودم اما برگردم به داخل من در 1352 وارد دانشگاه صنعتی آیامه شدم که دانشگاه صنعتی شریف گفته میشه دوره‌ای که دانشگاه صنعتی شاید بیشترین جبه انقلابی درش دهه 50 دهه بود که شور انقلابی یعنی موج می‌زد و جبه مسلح جبه مبارزه مسلح بود و فعالین جنبش دانشجویی هم حقیقتا در چارچوب استراتژی کلان جنبش که مبارزه مسلح بود من در اون موقع اطلاع نداشتم ولی تقریبا از هر دو تا سازمان اصلی مسلح یعنی مجاهدین خلق ایران و شرکای صدای خلق ایران اصلی ترین کارهای مرکزیتشون به دانشگاه صنعتی بودن به خصوص مجاهدین خلق و خب البته عنصر مخفی بودن با این فضا من اگر بخوام مقایسه رو کنم جنبش دانشجویی قبل و بعد از انقلاب رو فقط از یک دیدگاه چون باز دیدگاه‌های متفاوتی توی ده دقیقه نمیشه فقط از دیدگاه سرکوب و جبهی که بوده با در مقایسه با الان پرسید اون روزگاران ما در دانشگاه صنعتی رژیم دیکتاتوری شاه گارد دانشگاه داشت یعنی واحد ویژه‌ای از پلیس ضد شورش در دانشگاه مستقر بود جا داشتن مکان داشتن فرماندهشون هم سروان تومبوزی بود که چندی بعد هم چیزهای سرده خلق ترورش کردن و یک درجه بهش دادن بعد از ترور سرور تومبوزی یادم از آدم دروش هیکل و تقیی هیکل و زوردار من برای این اولین نقطه این که در دانشگاه ما یک گارد مستقر داشتیم که وقتی اعتصاب دانشجو یا تظاهرات دانشجو داخل محوطه دانشگاه هم به اتفاق میافتاد گارد میومد مستقر میشد و اولا نمیگذاشت دانشجو از دانشگاه بیرون بره رفت آمد رو کنترل میکردن گاهی هم اگر شعارها تندی میگرفت حمله میکردن و کارهای زد و خورد میشید یک روزی هم ما در دانشگاه صنعتی سال 53 داشتیم آذر 53 که نه به شدت
اشتراکی بود ولی شاید آرمازه باشه وجود قویم دانشگاه صنعتی بود برای اینکه یکی از بچه ها جلوی دانشگاه رفت زیر کامیون گاز و کشته شد. فضا تنش در دانشگاه بالا گرفت، زد و خورد شد، بچه ها فرار کردن. توی دانشکده ریاضی گاز حمله کرد و واقعا به معنی واقعی خون رفت راه و جاری شد، برای اینکه به کتک خوردن بچه ها خون از در جاری شد. در اتاقای استادار رو که بچه ها رو پناه داده بودن گاز شیبون تا مدت ها جای لگد گاردی ها که در راه شیبونده بودن بود و روز بازد و خورد و دستگیری شد. نکته دیگه در فضای امنیتی روز دانشگاه ها این بود که شما اگر اعلامیه دعوت به اعتصاب یا تظاهرات یا هر چی دیگه که ممنون ما می‌نوشتیم و ماشین ویدیوگراف ما از این کنکوپیا مخفیانه تکلیف می‌کردیم، من خودم یکی از کسایی بودم که ماشین با فرده هماهنگی برده بودم که شرکت داشتش یواشکی اون ماشین رو به ما منتقل کرد چون سوال کردن رو ثبت می‌کرد. داشتن ماشین فوتوکپی یا دو فوتوکپی باید ثبت می‌شد و بعداً برادر ما گزارش کرد به حکومت که ماشین دزدیده شد، ولی در اختیار من گذاشته بود تو جنبش دانشجویی ما باهاش اعلامیه تکسیر کردیم مخفیانه. و اگر اطلاعی را از شما می‌گرفتن بین 3 ماه تا 6 ماه حبس باشه. نکته دیگه فضای سنگین امنیتی در روزگار، یعنی وحشتی که از ساواک وجود داشت، اجازه خیلی کارها رو نمی‌داد. خصوصاً دیکتاتوری‌ها اینجوری رفتار می‌کنن. خیلی کاری می‌کنن که خیلی کارا شما خودت بلد نکنی. البته این هم باید بگم در موزگاران اگر آدم دستگیر میشد به این سادگی از دانشگاه کسی رو اخراج میکنه. موارد متعدد رو ما داشتیم از دوستانمون میرفتن زندان 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال 7 سال میشد و برمیشتن به دانشگاه در کارشون و دستش رو ادامه میدن. به قول یکی از دوستانمون هم یادم نمیگفتن 6 ماه 7 بودم 3 ماه اومدم بردم به امتحانات آخر ترم و استاد سختگیر حتی حاضر نشد این قدر به من ارفاق بکنه و اون درس استادم یکی از درس ها رو، ولی برمیگشت دیگه سعی. اما از باب مقایسه امروز که من فضای دانشگاه رو نگاه میکنم به نظرم جذب مراتب سنگی، یعنی کارهایی که در روزگار ما نبود مثل نصب دوربین در دانشگاه، در راهروها، در کلاس‌ها، حتی برای کنترل حرکت دانشجو، مثل استقرار بسیج در همه جا و فرق بسیج با اون گارد این است که گارد ایزوله بود از دانشجو و دانشگاه، ولی بسیج میتونه بین دانشجو بشه، از جنس دانشجو بشه. این خب طرح سرکوب هوشمندانه تری مثل حربه اخراج، حربه اخراجی که دانشجو به سادگی میتونه اخراج بشه، شاید بیش از 1000 دانشجو سادگی معلومات داشته باشه. و کلا هم فضای امنیتی به خصوص از بعد از سال 88 به نظر میرسه حکومت سیستماتیک تصمیم گرفته دانشگاه رو ساکت کنه، سرکوب کنه و جنبش دانشجویی که در 60-70 سال گذشته همواره در ایکان مبارزات ملت ایران قرار داشته و بخش آگاه و متشکلی از جامعه هست که گروه مرجع خیلی مهمی هم هست، حکومت سعی کرده که آنچنان سرکوب کنه که صدایی از دانشگاه در نیاد، برای اینکه همواره صدایی از دانشگاه در این درامتی به جامعه منتقل میشه. به همین دلیل هم هست که تشکل های دانشجویی رو غیر قانونی کرده، سرکوب کرده و فعالین جنبش دانشجویی به حبس های
محکوم کرده خیلی از کسایی هم که در این سالن هستن فعالین هستن که یا طعم حبس و زندان رو کشیدن یا ناشتا شدن به دلیل حبسهای جدیدی که وجود داره شده از کشور بیرون. لذا کلن به نظر من در مقایسه این دو دوره میشه گفت که فضا در حال حاضر بسیار سنگین‌تر از فضا در دهه ۹۰. من بخش آخر صحبتم رو به این میخوام اختصاص بدم. طبیعتاً من نمیتونم الان بگم چه نوع تاکتیک‌هایی در حال حاضر زیر فضای سنگین امنیتی در دانشگاه میشه استفاده کرد. این به عهده فعالین دانشجوی فعلیست. اما میتونم بگم ما در دوره چه تاکتیک‌هایی رو استفاده می‌کردیم. مختصراً اگر بخوام بگم، اولاً ما برای برگزاری اعتصابات دانشجویی یا تظاهرات دانشجویی یک استراتژی کلان داشتیم. استراتژی کلانمون شکستن دو مطلق بود، چون روی خطی که شاید همه پرویز پویان روی کتاب مبارزه مسلحانه و رد تئوری بها نوشته بشد، یکی از بهترین نوشتههای راجع به مبارزه مسلحانه است، این تز دو مطلق رو مطرح کرده بود. پویان از بنیانگذاران چریکهای فدای خلق بود، توضیح داده بود که در واقع نظامهای دیکتاتوری ذیل دو مطلق زندگی میکنه، یکی مطلق به مردم بقبولونن که توانان هستن قدرت خودشون مطلقه، دوم ضعف مردم رو بگن مطلقاً ضعیفن، در نتیجه معادله در سن مردم عوض نمیشه، همیشه میترسن از ضعف خودشون و قدرت حکومت و ناامیدن. روی خط این استراتژی کلان ما در دانشگاه معمولاً برنامه‌ریزیمون برای اعتصابات یا تظاهرات و تحصول‌ها در داخل دانشگاه به مناسبت طبیعتاً یک بار ثابتشون در آذر و هولوهوششون در آذر بود، ولی بهانه‌های دیگه سنفی یا سیاسی اگر پیش می‌اومد جلسات برگزاری رو حتما مخفی برگزاری. جمع 6 نفره یا 7 نفره معمولاً تشکیل جلسه می‌خواستیم بدیم که اعتصاب برنامه‌ریزی بکنیم، حتما بیرون از دانشگاه بود و سعی می‌کردیم که مخفی باشه. اعضا با هم یه قرارداد که می‌ذاریم، گاهی هم کنار خوابگاه و اتاقی مطمئن شده چون این چیزی نیست به بعد کجا جلسه می‌کنیم. نکته دومی که برای برگزاری یک اعتصاب یا یک تظاهرات شما باید روی زمین پا داشته باشید، یعنی 6 نفر می‌شستیم شب تصمیم می‌گرفتیم، اعلامی هم اینوگراف می‌کردیم، آماده می‌کردیم، کافی نیست برای اینکه صبح در دانشگاه تظاهرات شکل بگیرد. اقلا 40-50 نفر بچه‌های دیگه بودن که آشنا بودن، ارتباط داشتن، می‌دونستن بنابراین صبحی که می‌خواستیم تظاهرات در دانشگاه راه بندازیم اعلامیه رو معمولاً ساختمون مشترکی، ساختمون اداری داشته صنعتی رو هستیم، از بالا پنجره بدونی که کسی ببینه یک نفر مسئول میشد، میریخت پایین از طبقه دوم یا سوم اداره ما چرخ بخورد تو محوطه پخش میشد. بچه ها هم میدونستن چون اعلامیه از دست شما میگرفتن سه ماه و شیش ماه حبس داشت کسی بر نمیداشت، پاشون میذاشتن دوش دورش جمع میشدن همون روی زمین میخوندن و رد میشد. معمولاً توی اینا نوشته بودیم دعوت کرده بودیم فردا یا همین بود، به این دلیل دانشگاه اتصال، ولی اضافه بر اون 20 نفری هم که فعالین کار بودن زیر روشون گفته به امروز دانشگاه اتصال و کسی هم البته نمیپرسید چرا تصمیم گرفتی شده اتصال جمع انقلاب خوب خیلی بالا و اون وقت دیگه تحتیل معمولاً بچه ها دنبال میکردن، ولی تعطیل کلاس ها اگر کلاس تعطیل نمی شد به اتصال نمی پیوستن دو دو بیستی نفر کمک می کردن سر سنن در کلاس که یا عقب کلاس بود مثل اینجا یا جلو می کردن تو یه داد می زدن نمیشگاه اتصال در محکم می زدن در من دو سه بار که این کار می کردن یا استادا هم راهی می کردن کلاس رو ترک می کردن یا خود دانشجو را بلند می شدن می مدن می پیوستن، ولی مرادم مخفی نگه داشتن روابط. ما
برای اعتصابات و اعتراضات، برای فعالیت‌های دیگه هم فرض کنید تقریبا شاید با تمام اصول شریعت فرهنگی به قول معروف چاپ چریکی کرد، ولی یه چاپخونه رو بیرون قرار گذاشته بودیم، زیر زمینی چاپ میکردیم با جلد سفید و میآوردیم شبانه به دانشگاه، البته از طریق تعاونی دانشگاه توزیع میکردیم به همه دانشگاه‌های کشور هم میفرستادیم، یا انجام استفاده از انجمن‌های دیگری که البته دانشگاه‌های یا جای دیگه و حرف‌های سیاسی و ارتباطات رو گرفتن. عرضم رو تمام بکنم، به نظر من این فضای امنیتی سنگین میشه، هیچ چاره نمیمونه برای فعالی که مقداری به تاکتیک‌های مبارزات مخفی‌تر پناه ببرن و هم پزگیری، هم یارگیری، هم سازماندهی رو از روش‌های مخفی‌تر کنن. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما حضور محترم و درود می‌فرستم به سوی مجلس دارم. عنوان صحبت من هست رهبرهای سندروم استبداد ایرانی و سرطان اضطراب جنسی در سرکوب جنبش دانشجویی. در مطالعات تاریخی که در ایران وجود داره عنوانی هست به نام انحطاط یا انگاره‌های انحطاط. انگاره‌های انحطاط در مطالعات تاریخی ایران دنبال این هستند که توضیح بدن که ما چی شد که گرفتار این بندی و نکبت شدیم، در توسعه نایافتگی غرق شدیم و خیلی راحتی ممکن اشکال کشیم، علیرغم تلاش‌های بسیاری که می‌کنیم همچنان در جا می‌مونیم. بحثی بسیار متفاوتی وجود داره، ولی احتمالاً کسایی که با این گفتمان آشنا هستن با من هم نظر باید باشن که یکی از گفتگوهای کامی انگاره‌های انحطاط بحث از زمان و مسائل مربوط به آن است. زمان پای ثابت همه چالش‌های اجتماعی نبوده. از این منظر به باور من بدون حل و فصل مسائل زمان در ایران اساساً پروژه دموکراسی خواهی، آزادی خواهی و نهادینه کردن حقوق بشر سرانجام خواهد. ولی مسئله زنان اهمیتش در اینه که وقتی ما با شروع رو میشیم دست و پنجه انداختن با این موضوع بسیار سخت و پرچالش. زنان در حوزه قرار گرفتن که اگر ما بخواییم واردش بشیم هر لحظه نگاه میدان مید مرکت میکنیم که مید منفجر بشه و اعتبار خودمون یا جریان سیاسی که باش هستیم منفجر بشه و به هوا بره. من در مطالعات خودم به این نتیجه رسیدم که ملت ما دچار نوعی بدخیمی در حوزه روانشناسی یا روانشناسی قومی هست که اسمش رو گذاشتم اضطراب جنسی ما ایرانیان. این بدخیمی به باور من نه معاصره و نه اسلامیه، بلکه پیشا اسلامیه. یعنی من معتقدم که ما حتی قبل از اینکه اسلام وارد سرزمین بشه دچار اضطراب جنسی بودیم. پوشش زنان رو در کتیبه‌های تخت جمشید اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که خیلی با زنانی که گاهن بعضی از مذهبی ها ارائه میدن متفاوت نیست. از این منظر نه تنها ما مسلمان ها بلکه غیر مسلمانان ایران هم گرفتار این بدخیمی اضطرابهای جنسی هستند. در نتیجه من بر این باورم که اگر قرار در ایران تحولی صورت بگیره راهش اینه که این اضطرابهای جنسی شناخته بشه، در موردش گفتگو بشه و اونها حل و فصل بشن تا بتونیم راه رو باز کنیم برای رفع کلی اشکال تبعیض از زنان در پهنه جنسیت.
یعنی بدون اهل و فصل مسائل زنان، بدون اهل و فصل مسائل سکسی و سکسوالیتی در ایران ما نمیتونیم مسائل زنان رو به سرانجام مناسبی برسونیم. و اگر مسائل زنان رو حل نکنیم، استقرار دموکراسی هم تعلیق و محال خواهد شد. من سالها پیش مقاله‌ای نوشتم با همین عنوان، سندروم استبداد ایرانی و سرطان اضطراب جنسی. از غذا این مقاله خیلی مورد توجه دانشجو قرار گرفت و در یک جشنواره دانشجویی هم جایزه گرفت. اونجا من توضیح میدم و با فکتوری که از تاریخ معاصر و حتی تاریخ باستان میارم توضیح میدم که چگونه است که ما در بزنگاه‌های تاریخی وقتی محافظه‌کاران، وقتی واپس‌گرایان، وقتی گروه‌هایی که مرتجع هستند و با جهان جدید و مدرنیته سر آشتی ندارند فرصت می‌کنند اضطراب‌های جنسی ما را تحریک بکنند، ما که گاهن خودمون آزادی خواستیم براحتی در نهایت حاضر میشیم عطای آزادی رو به لقای آزادی ببخشیم و در کنار استبداد و جریان‌های واپس‌گرا قرار بگیریم. من چند مثال میزنم و بعد برمیگردم به جنبش دانشجویی و حادثه 18 تیر ماه. در تاریخ باستان مزدکیان یکی از جریان‌های اجتماعی بودند که به هر حال در دوره خودشون حرفه بسیار تازه و تحول آفرین رو مطرح میکردن. اگر شما به تاریخ اون دوره مراجعه کنید ببینید که مزدکیان با این اتهام که اونها طرفدار اشتراک سرمایه و اشتراک جنسی هستند، اول در باور و ذهن مردم ایران شکسته شدند و بعد به خواب و خون کشیدن و سرکوب شدند. یعنی در واقع اول اونها ترور جنسی شدند و بعد سرکوب شدند. نمونه مشخص دیگه‌ای که به نظر من خیلی اهمیت داره و بهش توجه کنیم، جنبش بابی و طاهره قرة‌العین. کسایی که تاریخ قرة‌العین رو میشناسن اگر مراجعه بکنن به تاریخ رسمی که جریان‌های غیر بهایی نوشتن، کاملا آشکاره که طاهره رو تا حد فاحشگی و اباحه‌گری در واقع فرو کاستن و اتهام‌های سنگین رو بهش وارد کردن. در واقع اول تلاش کردن که اون رو ترور جنسی بکنن تا بتونن که در ترور فیزیکیش هم و ترور عقیدتیش هم موفق باشن. من نمونه رو میارم از روی مرد هم میخورم که ببینید که در تاریخ ما چه گذشته. از حالت تنهایی و حالت اجتماع بیرون بیاریم. اینا میگن این در واقع تاریخ نگاری رسمی ما این جملات رو منتصب کرده به تاریخ قرة‌العین. و این حجابی را که میان شما و زنان مانه از استفاده و استمتاع است پاره کنید. آنان را در کارهای خودتان شریک سازید و کارها را در میان خودتان و زنان بعد از اون که کام دل آنها برداشتید تقسیم کنید. با آنها آمیزش داشته باشید، آنها را از خانه ها و انجمن ها ببرید. زنان گلهای زندگی دنیا می باشند. گل را باید از شاخه بچینید و ببویید، زیرا گل برای چیدن و بویدن آفریده شده و شایسته نیست که آن را آماده بدارید و بدان نظر ندارید. آنها را با لذت تمام ببویید. گل و شکوفه را باید چید و برای دوستان و اهلمان فرستاد. اما تمرکز سرمایه نزد بعضی و محروم بودن برخی دیگر از استفاده از آن اصل و اساس هر فتنه و فساد است، بلکه اموال حق مشاع تمام مردم است و کسی اون را قسمت نکرده. مال برای آن است که تمام مردم در آن اشتراک داشته باشند. میان فقرا و اغنیا مساوات کنید. زنان را از دوستان خودتان دریغ ندارید، زیرا اکنون راده و ماله و حتی تکلیفی وجود ندارد و کسی نمیتواند جلوی کسی را بگیرد. پس هر دو نصیب خود را از این حیات و زندگی بردارید، زیرا بعد از مردن خبری نیست. من رفرنس‌هاش هم اونجا آوردم ولی مطرح نمی کنم برای اینکه خیلی گفتگوی را طولانی نشه. در یک وقایع نگاری دوره قاجار دیگه اومده، او نکاح یک زن را با 9 مرد مجاز می‌دانست، حتی مستحب، و مدعی شد که این از خوش‌رفاقتی و وسیله زیارتی و مهر و محبت است.
روایت دیگری بود از تاریخ‌نگاری رسمی که شیعیان نوشتن، میگه که در مورد رفتار قرة‌العین میگه در مسیر مازندران عاقبت کار به دانجا پیوست که قرة‌العین و ملا محمد علی معروف به قدوس هر دوتن در یک محفل نشستند و اون صاحبانی که مهار شطور را داشت شعری چند چنین انشا کرد: اجتماع شمسین و اقتران قمرین است. سپس در یکی از روستاهای میان راه اوندو در اوج بی‌عفتی با یک دیگر به گرمامید به درمامید رفتن. منظورم اینه که من نمیخوام قضاوتی در مورد این داستان‌ها و این مقاله نگاری بکنم، ولی بحث در اینه که یک دعوای عقیدتی یا به تعبیری میشه گفت که به هر حال اجتماعی در جامعه ما درگیر بوده. دو گروه تحولایی کرده بودن. مسئله مهم اینه که گروه‌های وابسته‌گرا همیشه در این بزنگاه‌ها برای اینکه قاعده حرم اجتماعی رو در واقع با خودشون همراه کنن و یا دست کم سکوت اونها رو بخرن وقتی که دارن مخالفین خودشون سرکوب می‌کنن، یکی از ترفندهای رایجی که همیشه به کار بردن این بوده که ماشین سرکوب جنسی رو روشن کردن و اول مخالفین و منتقدین خودشون رو به لحاظ سکسی ترور کردن و بعد زمینه رو برای سکوی خودی که اونا فراهم کردن. در جمهوری اسلامی هم که خب انواع اتهام‌های سکسی که به همه مخالفین و منتقدین زده میشه بعد از بازداشت اعترافهای صورتی که از اونها گرفته میشه دیگه از حرمان شمسه. بنابراین موضوعی که من میخوام بگم و روش تمرکز بکنم همینه که بدون خاموش کردن این ماشین تروریستی اساساً در ایران فعالیت سیاسی، فعالیت اجتماعی و فعالیت اعتقادی اونچنان پرهزینه است که بعید می‌دونم به راحتی بتونیم بهش قائل بشیم. شما در جریان اجتماعی اگر به یاد داشته باشید اطلاعیه‌هایی که وزارت اطلاعات پخش می‌کرد، تحلیل‌ها و در واقع اخباری که ارائه می‌داد، یک کلیشه‌ای درست کرده بود به نام محفل منوج و شمسی. یعنی چنان این رو بازتاب می‌داد و تکرار می‌کرد که کسایی که از نزدیک با مسئله آشنا نبودند یا خیلی آدمای عمیقی نبودند فکر می‌کردند که کل این جریان مدرن دانشجویی که از آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر ستایی داره حرف می‌زنه خلاصه میشه در یک یا دو نفر دانشجو توی محفل توی اتاق، اونم به شکل منوج و شانسی مطرح می‌شه. یعنی حتی منجر محمدی رو که محمدی فامیلشه و میتونه سبقه مذهبی داشته باشه و جریان‌های مذهبی رو خودش همزون بکنه حس میکنن به منوچش این بودن و حالا مریم شانسی رو اسم مریمش رو در واقع کنار میذارن و به شانسی در واقع سعی میکنن یک کلیشه‌ای درست کنن که این باور رو در بخش زیادی از قاعده حرم اجتماعی ایجاد بکنن که اینهای گوش کبون علاق و در واقع مشکلداری هستن که دنبال مسئول سیاسی هستن. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه یک بزنگاه تاریخیه. تو این بزنگاه تاریخی میتونن با تحریک اضطراب‌های جنسی ما ایرانیان یا ما رو پشت سر خودشون قرار بدن یا دست کم ما رو به سکوت بخونن و با سکوتمون سرکوب رو با چشمای گشاد خودمون تحمل کنیم و ببینیم که ازش بگذریم. اگر یادتون نرفته باشه بعد از جنبش دوم خرداد آقای نسبایی نزدیه سخنرانی داشتی و اون سخنرانی صراحتاً میگه که جوانها و دانشجوها مشکل جنسی دارن به خاطر همین از آزادی صحبت. از غذا به باور من این بخشی از واقعیته. یعنی ما تو جامعه خودمون واقعاً با مشکلات جنسی بسیار عدیده و بسیار میبینیم که نابودی باید اینها رو بشناسیم، تحلیل بکنیم و حل و فصل بشناسیم. چون بدون حل و فصل کردن این مسائل، بدون فائق شدن در این اضطراب‌ها، در واقع نمیتونیم هرچقدر شعار آزادی خواهی در مورد زنان بگیم و بخواهیم اشکال مختلف تبعیض رو در پهنه اجتماعی از میان برداریم، اساساً وقتی مسئله برمیگرده به سکسوالیته، سکس و اضطراب‌های جنسی ما، ناخودآگاه ما چنان درگیر میشه که به راحتی حراس از سکس، حراس از آزادی جنسی میتونه به حراس از آزادی تبدیل بشه. کاری که مصفا آگاهانه انجام میده بسیاری دیگه مثل رنگی‌پور اصغری تو بعضی از سخنرانی‌هاش
دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه. حتی اونها از واژه به نام سکسوالیسم استفاده میکنن. اصطلاحی که ساختن برای اینکه سرکوب بکنن آزادی خواه رو میگن به دنبال ترویج سکس هستن. گفتم از قضا این حرف مسواکی جوانان مشکل سکسی دارن درسته. ولی واقعیت بزرگتر اینه که مشکلات اجتماعی ما، مشکلات سیاسی و تاریخی ما، مشکلات دانشجوی ما فقط سکس نیست. مسئله آزادیه، مسئله دموکراسیه، مسئله حقوق بشره، مسئله ارائه یک خانشی از تاریخ و دینه که با جهان جدید مناسبت داشته باشه و محاد بر جهان جدید و دستورهای جهان جدید باشه. خلاصه کنم صحبتم و نتیجه گیری بکنم حرفم رو. اگر جنبش دانشجویی میخواد از این مشکلاتی که داره چه به لحاظ دانشجویی و چه به لحاظ ملی عبور بکنه، باید در برابر این سرکوب جنسی مدیریت بکنه. مطالعات من نشون میده که سه راهکار تا حالا ارائه شده یا وجود داره. گروهی تسلیم این گفتمان در واقع سرکوب جنسی میشن، با زبون و بی زبون خودشون و دیگران رو تشویق میکنن که این گفتمان سرکنده حاکمیت رو بپذیرن، تسلیم در اون چارچوب خودشون رو قرار میدن و بهانه‌ای برای حاکمیت ایجاد نکنن که خودشون رو یا جامعه رو و جریان رو برمون گفتمان سرکوب کنن. در واقع تن میدن به اون گفتمان. دسته دوم کسایی که در برابر سرکوب جنسی سکوت میکنن، میگن ما به این بحثا کاری نداشته باشیم، کار خودمون رو بکنیم، اونا من کاری میخوان بکنن. راه سوم به نظر من اینه که ما نیازمند یک گفتمان خلاق، شکوفا، آزاد، سالم و انسانی در مورد سکس و سکسوالیته در جامعه خودمون. بدون یک گفتمان آزاد، خلاق، سالم و شکوفا و سرشار در مورد سکس و این دونن که بتونیم به مشکلات سکسی اندوهی که در جامعه ما هست در واقع فارغ بشیم، بدون علفست مسائل سکسی و این میدونم که بتونیم مسائل زنان رو در ایران به صورت پایداری حل بکنیم و به یه جایی برسیم و بدون علفست زنان و این میدونم که در ایران دموکراسی مستقر بشیم. متشکرم به حرف بکشم. تعجب این که دکتر سازگارو تو کردیم یک رو پرسنه شما یک رو بحثه. والا من میخواستم بگم که من این گروه رو میشناسم و این در دقیقه ابتدای مقدمه شون هم نمیشد. همچنم که دیده خودم رو میشناسم اون زده درم که خواب این کار دیده ولی برای تر من سر کنم این جمعی که مراتب دیدیم که این اشار آره در آزاده ببینید که خیلی بینش ها متفاوته و خیلی مهمه که در حال این مسئله 18 تیم رو در قالب جنبش های متفاوت از جمله جنبش زنانی یا در حقیقت جنبش های که رقابت دارن با جنبش دانشجوی به نحوی مقایسه کرد. اما من فکر کردم که شاید چیزی که مسئله رو یکم بازتر کنه یک مقایسه تطبیقی جنبش های دانشجویی مهم دنیا است با جنبش های دانشجویی ایران و مخصوصا این درس هایی که میشه از این جنبش ها گرفت و مخصوصا جنبش 18 تیر. در تاریخ غرب شاید بزرگترین جنبش های دانشجویی سال 1968 در اروپا صورت گرفت و آمریکا. شهرهای مهم دنیا، نیویورک، مادرید، بوم، پاریس، حتی مکسیکو سیتی، پراگ شروع میکنن در آن واحد که جبه جدیدی یعنی واقعا جامعه شناسا و فیلسوفا نگاه کنن ببینن چه عواملی باعث این جنبش شد، دستاورد این جنبش ها چی بود، نقش جنبش دانشجویی به ویژه در این جنبش ها چی بوده و بعد یک نتیجه گیری میکنم ببینم که با مقایسه این جنبش ها با همگی ببینم دستاورد اینها و روش هایی که اتخاذ شده جواب داده یا نه.
من فکر کردم این کار رو البته در رخداد اینا نمیشه، اما من تیتروار اینو مطرح میکنم و بعد تو ذهنتون مقایسه کنید خودتون با ایران، چون میگه من به همین مسئله نرسم، مثلا با جنبش 18 تیر و جنبش سبز. ببینیم یک ویژگی های هست که تمام دانشجوهای دنیا با هم دارن و جنبش های دانشجوی مخصوصا از این ویژگی ها استفاده کرده و میکنه. به عنوان مثال در تمام کشورهای دنیا دانشجوهای ما از ایلیت و نخبگان جامعه، تمام کشورهای دنیا یک نوع مکانیزمی دارن که باعث یک کنکور سراسری باشه که بتونن در حقیقت قرار کنن کی میتونه به تحصیلات عالی ادامه بده. خب این محیط یا این افراد یک محیط رو در دانشگاه فراهم میکنن که کاملا یونیک یا ویژه و مخصوصه. شما بکنید یک عده که حالا در کشور رو میدونید آمریکا هست، یک امتحان خیلی مشکل رو دادن به دانشگاه‌های برتر یا ایلیت وارد شدن، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه شریف یا سوربن یا مثلا هاروارد، یه امتحانی. خب این نخبگان یک مراحل رو طی کردن به اینجا رسیدن. این ویژگیشون اینه که این آیدنتیتی یا هویتشون در حقیقت با این دانشجویی بودن و اینکه ایلیت جامعه هستن در تمام کشورها همخوانی داره. بنابراین شما هویت خودتون به عنوان یک دانشجو در این کلان وارد به گروهی شدید که این گروه نخبه است. در ذهن خود محیط دانشگاه اساتیدی داره که حالا یا در حقیقت مدارکی بسیار عالی دارن یا از طریق تجربه به درجه رسیدن که بتونن پروفسور باشن یا استاد باشن. خب پس این محیط ویژه‌ای در سراسر دنیا. صحبت اینجاست که آیا این محیط و این فضا در مقابل جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های مدنی سیاسی حتی انقلابات چه نقشی میتونه بازی کنه و آیا این نقش و این ویژگی یک توانایی‌ها یا قدرت‌ها و یا اهداف مشخصی به این گروه میده یا نه. من خیلی خلاصه تیتروار دلایل جنبش‌های 1968 رو مطرح می‌کنه و بعد می‌بینید که می‌تونیم تطبیقی مقایسه کنیم با ایران. یک از همه مهمتر بایست بگم که مسئله جنگ سرد و دو قطبی بودن دنیا بود بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا و غرب. مردم خسته شده بودن و همونطور که می‌دونید تقریبا 15-20 سال از جنگ جهانی دوم می‌گذره، 13 سال می‌گذره. بنابراین این دو قطب بودن رو حس کرده. یک، دو، ترس از جنگ اتمی بین دو ابر قدرت و زیر این سایه زندگی کردن در تمام دنیا مثلا در هر مطرح بود. سه، باید بگم بانکراپسی یا ورشکستگی به ترسیل دو گفتمان مطرح زمان، یعنی هم کمونیستی و هم کاپیتالیسم. چرا؟ چون به 1968 که می‌رسیم هم امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی شروع کرده به گسترش شدن و هم که مسئله مهمی که همه اینا رو در حقیقت با هم جمع کرد، تبلور همه اینا بود، مسئله جنگ در ویتنام که نشون داد که غرب هم داره امپریالیستی عمل می‌کنه، غرب هم داره مستضعفین دنیا رو می‌کشه، دولتش داره دروغ میگه به مردم، بازخواست پذیر نیست و و و و از همه مهمتر مسئله سربازی در آمریکا، یعنی خدمت وظیفه اجباری مطرح بود. خب من اینو میگم چون این خودش یه مسئله مطرح میکنه، نسل جوانی که وارد دانشگاه شده در تقابل با این جنبش های مدنی مثلا سیبرپس جنبش مدنی یک وظیفه داره، اما جب یا منظورم جب و فضای متنی زمان بسیار تأثیر داره در جنبش ها، یعنی از نظر حادثه که داره اتفاق میفته در متن تاریخ داره اتفاق میفته که وسط یک جریاناتی هست، بدون در نظر گرفتن اون جریانات فهم از اون جنبش قابل درک نیست. و
و این در مورد جنبش های دانشجو در ایران هم کاملا صدق میکنه. مسئله دومی که باز من خواستم راجع به همین هویت بگم، یه مسئله اساسیه که با چه اهرمی دانشجوها میتونن در جنبش های مدنی و سیاسی تأثیر بذارن. من یه مثال میتونم این ببین مثلا آمریکایی‌ها خیلی ملموسه این مثال. ببینیم هر جنبش معطوف یا هدف تغییر، معطوف به تغییر، یه نوع تغییر میخواد. حد اون تغییر رو جامعه و اون متن تاریخی تعیین میکنه که چه نوع تغییرات ساختاری میخواد، چه نوع تغییرات سطحی میخواد، یا فقط ما یک اصلاحاتی میخواد که در واقع خیلی سطحی هستند و میتونن یک مطالباتی هستند که میتونن ساده حل بشن. این مسئله در مورد دانشجو خیلی مهم میشه، چون دانشجو در یک فضای مشخصی دارن کار میکنن، یعنی یک سازمان دانشگاه و ساختار دانشگاه خیلی مجزا است از ساختار جامعه. خب فکر کنید یک مطالباتی هست، دانشجو یک مطالبات درون دانشگاهی دارن، چه اهرم‌هایی رو میتونن استفاده کنن که بتونن اون تغییراتی که میخوان محقق. اگر یعنی یه مدلش در تمام دنیا، پاریس، بون، آمریکا، مکزیکو سیتی انجام شده، ما میگیم سیتینگ، دانشگاه کلاس نمیدن. یعنی دانشگاه مختل میشه از یه دانشگاه دیگه کلاس برگزار نمیشه، چون بدون دانشجو نمیشه کلاس برگزار کنه. خب این خیلی ملموس نشون میده تفاوت رو با جامعه بیرون. وقتی که دانشجو به کلاس نمیره، فقط فضای دانشگاه رو دانشجو آورده، یعنی شما نشست میشه مثلا کلاس نرفتن تو، فقط دانشگاه رو تحت تاثیر قرار میدید، آب از آب تموم نمیده در جامعه بیرون. اما اگر مقایسه کنیم با همون حتی مسئله آموزشی، مقایسه کنیم که مثلا معلمای دبستان، معلمای دبستان اعتصاب کنن یا نرن بشنن برن معلم بود نمیدیم، یه مطالبه دارن مثلا حقوقشون کم. خب شما این اساتید اگه بشینن دانشجو بشن واسه خیلی تاثیر داره، ولی معلمای دبستان خیلی تاثیرشون بیشتره تا دانشجوها. چرا؟ چون تمام جامعه رو الان در بر میگیره. اونایی که بچهای از کلاس دبستان تا ششم دارن، خب اینا نمیدونن بچهشون تعلیم دارن کنه. زن و مرد معمولا تو آمریکا کار میکنن، یعنی بعدن رد میکنن مسئله زمان. این نشست یعنی این کار نکردن به جامعه برمیگرده. منظورم چیه؟ منظورم که اهرمی رو که میتونه گروه های متفاوت حتی آموزشی استفاده کنن با اهرمی که دانشجو دارن فرق میکنه. این به چه معناست؟ به این معناست که در تمام دنیا از جمله تمام جنبش های 68 به خاطر تا وقت اگر نتونستن و نتونستن که بشون جذب کنن گروه ها و اصناف دیگر رو که باشون متحد بشن، جنبش دانشجوی خاموش میشه و میمیره. در فرانسه لیبر کارگرها به دانشجوها پیوستن واسه یه مدت کوتاه، مطالبات رو وصول کردن، مطالبات رو گرفتن، رفت سر کارشون. چی میشه؟ دانشجوها میمونن با اون آرمانهایی که دارن و الان تنها به تنهایی نمیتونن اهرمی که دارن استفاده کنن. من میخوام جواب اون سوال بدم، این باید یکی از درسهای تاریخی از تمام به اصطلاح جنبش ها، جنبش دانشجوی آمریکا و سیویل رایت، دو تا جنبش مهم است. 1930 در آمریکا و 1960 در آمریکا، جنبش های دانشجویی جفتشون وقتی که دانشگاه دانشجوها تنها میمونن و رابطه با جامعه مدنی و جامعه سیاسی برقرار نمیکنن میمیره جنبش دانشجویی. تلاشی نکن، یعنی جواب این سوال است که آیا بایستی 18 تی بچه ها از دانشگاه بیرون میرفتن یا تو دانشگاه میموندن. این مسئله رو من میخوام اینجوری بررسی کنم که یک دانشگاه و دانشجو در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، یعنی اول اگر فقط مسئله آزادی بیان یا مثلا اعتراض به لایحه آزادی مطبوعات مطرح بود و نظام سلام، ولی بعد از حمله به دانشگاه و به خوابگاه دیگه مسئله در اون دانشگاهی نبود، یه مسئله دیگه مطرح میشه، یعنی مطالبات داره عوض میشه. ولی دانشگاه اگر در سطح خودش میمون خیلی راحت‌تر بتونه مسئله خفه بشه. وقتی که به جامعه بیرون بیاد الان مسئله جامعه میشه،
اما مسئله 18 دی و باز 2008 یا 88 که مطرح میشه مسئله این که آیا جنبش دانشجویی یا جنبش سبز تونسته با بقیه جامعه ارتباطی برقرار کنه که بتونه از اعرام‌های اصناف، کارگران، وکلا، معلم همه بتونه استفاده کنه که مطالبات خصوصیش رو برای یا اگر این ارتباط ارگانیک برقرار نباشه قبل از جنبش در طوفان این ارتباط برقرار نمیشه. یک مسئله دیگه که باز وجود داره من 68 مطرح میکنم هم در آمریکا هم در اروپا بزرگترین مسئله بعد از این دو مسئله که من گفتم مسئله ارتباطات و میدیا و تلویزیون انقلابی تمام جنبش ها رو عوض کرد. یک ارتباطی برقرار کرد و مردم این ارتباطی که با مردم بیرون خارج از دانشگاه برقرار میشه مطالبات دانشگاهی ها و مطالبات بلیت رو برد و به مردم برد سر مردم. آیا تونستن از تلویزیون اونجوری استفاده کنن که ساختار قدرت میتونه استفاده کنه؟ این مسئله است. الان اگه برگردیم به الان نوزده کنفرانس و الان 2008 باز تو مسئله میدیا و اینترنت و سوشال میدیا و رول دانشجوهایی در بلانکا کاتینج هم در مرز تکنولوژی هم و بردن خیلی مهم میشه. اما ارتباط کافی نیست، بایستی گروه ها و اصلاح متفاوت مالکیت جنبش رو داشته باشه و از این نظر جنبش دانشجویی مسئله هویت پیدا میکنه به دو فرم. یک، اگر جنبش دانشجویی منحل در جنبش دیگری بشه که از اون بزرگتره بعد یک آیدنتیتی کرایسیس، یک بحران هویتی پیدا میکنه و بعد آیا میتونه برگرده به اون هویت خودش یا نه. من مثال میدارم، مثلا جنبش سبز، جنبش سبز بالاتر از جنبش دانشجویی دیدید یه دفعه توی آمدن خب آیا باید جنبش دانشجویی آیدنتیتی و هویت رو حفظ کنه چون مطالباتش یه مطالبات چیزایی هست، یا باید بیاد در این مرحله با یک جنبش بزرگتر ادغام بشه شروع کنه کار کردن و در اون موقع بگه من ممکنه از این راه مطالبات خودم رو بسیار بهتر و مؤثرتر بتونم پیش ببرم. اما یه مسئله ایجاد میکنه، اگر این جنبش هم شکست خورده بشه بلکه میگردید الان میگه جنبش دانشجویی با یک بحران روبروست، ما چه باید کرد چه باید کرد و این مسئله مطرح میشه. در فرانسه، در آمریکا هم اتفاق افتاد. وقتی که مسئله جنبش 1960 مطرح شد سه تا مسئله مطرح شد. چجوری میشه که جوان‌ها نتونن تا سن 21 سالگی در آمریکا رأی بدن؟ مثلا یکی از مسائل بود. ولی وقتی 18 سالش میشه باید اون خدمت رو بده. این مسئله. مسئله دوم این که آیا قدرت پرزیدنت، قدرت رئیس جمهور اینقدر بایستی باشه که بتونه خودش تنها یک کشور رو بالا یه جنگی کنه بدون اینکه اعلام جنگ کنه؟ خب به خاطر اینکه شما زیر دموکراسی زندگی میکنید و شاید از نظر این مقایسه کامل نباشه، ولی این هم باید یه درسایی داره که رژیم و ساختار قدرت و ساختار دانشگاه خیلی تاثیر داره در مطالبات. چه اتفاقی افتاد؟ کنگره 1971 یک متممی به قانون اساسی اضافه کرد که حق رأی جوان هم اصلا دانشجو رو چی کار کردن؟ 21 سال یک تقریبا چون دیگر دانشگاه گرجویت میشید از 18 اینو برگردیدن به 18، یعنی سن رأی دادن رو با مثلا 26 کردن 18 سال به بالا به جای 21 به بالا. خب این سه سالی که شما دانشجو هستیم به جای که اعتراض کنیم با حق رأی، یعنی مدنیش کردن این قضیه رو، به جای که حمله کنیم شما با حق رأیتون میان تغییر ایجاد میکنید. یه کار دیگه هم کردن که تا مثلا 73 آمازو میگیم The War Power Act، قدرت جنگ رو خواستن محدود کنن به پرزیدنت آمریکا، فقط این اجازه دادن هر موقع نزا نیروهای ارتش رو آنواجه کرد 60 روز وقت داشته باشه به کنگره خبر بده و 90 روز در کل بتونه اینا رو بیاره بیرون اگه کنگره موافقت نکرده. یعنی یک سیستم رو داشتن. حالا این چرا داره برنامه خودمون در ایران اینکه جنبش دانشجویی این بذاریم این اومد چون وقت کمه برم آخر این قدیه یک لغتی در جامعه شناسی هست تازه همون شده این همه در ساله ما
گم شده بهش میگن گلوکالیزیشن. برخلاف گلوبالیزیشن، این لوکالیزیشن اسمش هست، یه ترکیبی هست از گلوبالیزیشن and local. یعنی مگه مثلا میخوام اینو ترجمه کنیم به فارسی، ممکن بشه مثلا به جایی که بگیم جهانی شدن بگیم جهانی، جهانی یعنی هم جهانی هم محالی هم محلی، یه هم چیزی، یعنی ترکیب. این ترکیب در 1960 در 1968 در آمریکا و در تمام دنیا مطرح بود، یعنی یک مقدار خواسته هایی بود که محلی بود، مخصوص سوربن بود، مخصوص پاریس بود، مخصوص باشگاه تو نیویورک بود و این لوکال بود. یک مقدار مطالبات بود که نه، این گلوبال بود، مثلا امپریالیسم، کانسومریزم، امپریالیسم و و و و این تقابل به خاطری که از اون موقع تا این بود هم نظر رو بودن 68 تا 2008 تا 2009 و الان 40 سال گذشته، این مسئله گلوبالیزیشن و مسئله گلوکال و استریکم خیلی بیشتر مطرحه، اون که بومی و محلی است و اون که جهانی است. خب بیشتر چی؟ یا سال 88 این مسئله باید مطرح میشه، آیا مطالبات مطالبات دانشجویی و درون دانشجویی یا مطالبات چیزی عمیق‌تر و ربط به این مسئله جهان شدن و ساختار داره. مثال مشخص من برمی نظر از قضیه بیشتر تیم نقطه به نظر من حدفیست به خاطر شعارها و به خاطر خواسته های دانشجوها در تاریخ جنبش دانشجویی و مخصوصا به خاطر زیر سوال بودن ولایت فقیه. یعنی در حقیقت هر جنبشی به خاطر اینکه جنبش بشه بایستی هم بودن معطوف به تغییر، برای اینکه تغییر بشه با یک سرخوردگی یک فراستریشن وجود داشته. این فراستریشن چرا به وجود اومد؟ به خاطر اینکه پیروزی خاتمی در ایران توقع دانشجو و سطح جامعه رو بالا برد که تغییراتی بنیادی در این رژیم به وجود اومد. یک جنگ بود بین 1968 اروپا و آمریکا و اون جنریشنی که رفته بود توی جنگ جهانی شرکت کرده بود، پیروز شده بود، جمعیت رو بلافاصله زیاد کردن، میدل کلاس توانا شد، اومد بالا و یک زمان خوب بود در آمریکا دهه 50. دهه 60 بایستی هزینه این تغییرات رو بده. در ایران اون که سیستم رو نگه داشته بود سال 1989 میمید بله، جنگ هم تموم میشه. شما هم جنگ عراق رو داریم، هم از بین رفتن خمینی رو داریم و الان با روند که پیش رفته بعضی ها جنگیدن برگشتن در حقیقت محافظه کار شدن، سیستم از آن خودشونه با نسل جدیدی رو گرسیم که به قول فوکو پرابلماتیکش مسئلهش مسئله 28 مرداد نیست، مسئله 1957 نیست، مسئلهش مسئله جد و متن تاریخی که در ایش وجود داره همون موقع است. و به نظر من دوره اصلاحات سایکی و روان تمام دانشجو دانشجویی و الان ایران رو داره تعیین میکنه، بدون در نظر گرفتن این متن تاریخی و بدون در نظر گرفتن این تناقضایی که بین نسل قدیم و جدید وجود داره و اون گفتمان سنتی و گفتمان لیبرال دموکراتیک که وجود داره، این مطالبات قابل بررسی نیست. من خلاصه میکنم درس که فکر میکنم درسی که از اینها میشه گرفت، از این مسائل میشه گرفت، دوسته دو مسئله بسیار مشخصه که من فکر میکنم کمک میکنه به جنبش دانشجویی. یک مسئله هویت که این هویت بایستی مشخص میشه و برای خودش. دو مسئله سازماندهی، دلیل اینکه شما به جامعه بیرون احتیاج دارید این است که بتونید به طور منسجم ارتباطی با اصناف، کارگران، معلمین و و و و وکلا برقرار کنید که جنبش شما بیان وقتی که وارد حوزه سیاسی اجتماعی میشین یه پایه دیگه داشته باشه. مسئله سوم علاوه بر سازماندهی مسئله رهبری جنبش های اسپانتنیوس، چه جنبش های داخل آمریکا 1960 وقتی که اسپانتنیوس خیلی خودجوش از پایین بدون برنامه شروع میشن 100% از بین میرن، حتی اگر یک موافقیت های آنی باشه باشن از بین میرن، تداوم ندارن به خاطر که انسجام نداره، رهبری نداره.
یعنی خب چاره کار چیه؟ چاره کار این است که قبل از طوفان، قبل از که شما جنبشی داشته باشید، الان کلمه طوفانی نیست به اصطلاح، الان گروه های متفاوتی که در دانشگاه فعالیت میکنن بایستی یک برنامه بریزن که بتونن در موقع طوفان برای حل و فصل کردن مسائلشون یک روند و پروسه‌ای داشته باشن قبل از اینکه طوفان بیاد، نه بعدش نه در عینش. یعنی اگر انسجام رو به مثلا دفتر تحقیق بندر یا مثلا کرمزدی و محمدی که اینو بردن بیرون از دانشگاه، اگر یک ارتباط بود با وجودی که اختلاف نظر بود، اگر روند بود که این مسئله رو حل کنه در خود دانشگاه و منسجم به جوری عمل کنن، این مسئله حل میشد. در صورتی که وقتی شما اوردید اینو بیرون از دانشگاه، الان دیگه در مقابل عمل انجام شده قرار بود. ولی نکته سوم، چهارم شاید بگم درس بگم، ساختار قدرت و ساختار دانشگاه بسیار مهمه در پیروزی جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های مدنی. به این معنی که دانشگاه در غرب یک جای بی‌طرفه. حتی 1960s 1968 توقع دانشجوها این بود که اساتید و مدیران دانشگاه لااقل اگر نمیتونن طرفدار دانشجوها باشن بی‌طرف بمونن و یه حدای بی‌طرف نیست. ولی در کشور ما این امکان نداره. به خاطر این دانشگاه رو رژیم یه جوری سوق داره، مثلا بعد از جنگ، به جایی که الان ساختار دانشگاه یک ساختار مستقل نیست کاملا. من نکته آخر رو میگم، این نکته آخر رو میگم که شاید از همه مهمتر باشه در این راستا، اینه که جنبش های متفاوت دانشجویی، جنبش های زنان و جنبش سبز، رژیم و ساختار قدرت رو واکسینه کرده و واکسینه میکنه. بنابراین این قضیه بایستی سیال باشه. شما بایستی ارزیابی و به اصطلاح بررسیتون بر حسب مطالعات قبلی نباشه. چرا؟ چون گلوبالیزیشن این کارو کرده. همه دیگه میدونن تو جنبش ها یا مثلا انقلاب های احمدی چه روش های اتخاذ شده، مثلا کمپین های متفاوت و اون ویکتوریا پیروزی های کوچک رو خیلی حساس هم بود، چون میدونن این مدل به کجا برسه. لب کلام این است که بایستی خیلی خیلی دقیق مسئله رو بررسی کرد و متوجه این نکته بود که اون تکنیک ها واکسینه کرده رژیم رو، بنابراین بایستی تکنیک های دیگه ای مثلا در مرکز بگیم در دانشگاهی بیرون بیاد، اونایی که روی زمین هستن بتونن با این مسئله رو. توجه به این که از وقت دور به شما حرف ما رو استفاده کنید و شما اصلا بیشتر از استفاده کردید، اگر که سوال باشه ما بخش پرسش پاسخ رو همون انجام مشکل با مشکل یا کلمه پیشان خوبی نباشه، ولی نقل میکنم به جنبش دانشجویی به کنم تا باره میشه جنبش دانشجویی جنبش جوان و توی معمولا سنین پایین تر دانشگاه شکل میگیره. دانشگاه معمولا از ۱۱ سالگی شروع کنه و خب به مرحله بالاتر که شاید سن مرحله بالاتر، ولی معمولا برای توی جنبه فعال مستقی هستن مای هستن که دارن توی سطح لیسانس درست میکنن. پس اینا اون قشر معمولا دانشجویی هستن که هم سنشون پایینه و هم تجربه کار اجتماعی کمتری دارن. ولی وقتی ما اینو میشینیم و بررسی میکنیم که جنبش دانشجویی توی ایران از گذشته چه درسی بگیره و در آینده چه کار کنه، مسئولیتی رو به این جنبش بدیم، تغییر ساختار یکی از اون مسئولیت هاست. یعنی شما به یک قشری که 18 تا 22 سالشه داریم این مسئولیت رو میسپاریم که شما میتونید به جامعه مثل ایران تغییر ساختار کنید. و حالا این ساختار چیه؟ آیا شما پختگی اجتماعی کافی رو دارید؟ آیا اصلا از بیرون هدایتی میشه این جنبش که پختگی بیشترش اضافه شه؟ هیچ وقت اینا بهش توش بررسی نمیشه. و سوالی که من برام پیش اومده اینه که اول از آقای سازگارهای سوال دارم، قبل از انقلاب شما به عنوان یک جوان عضوی از این جنبش بود، آیا هیچ وقت از فکری توان
کمک گرفتن از آدم‌ها پخته‌تر رو داشتین یا نه؟ دوم اینکه توی بعد از انقلاب چه جوری شکل گرفت؟ والا توی این مطلب میگید به این دلیل همون نقل بودن سازمان دارم چون خوراک افکار سیاسی میشن، یعنی نقش سازمان‌های سیاسی بیرون از دانشگاه ها همش این اشرافه دانشجویی درست میکنن و اون آدم هایی با تجربه تر گفته در این معمولا دانشجویان دیروزی هستن که اون افکار سیاسی نشستن و از حجات اونها تجربیات منتقل میشه. ولی این که این دوتر در نظر داشته باشیم دینامیزم جنبش دانشجویی، قدرت جنبش دانشجویی چیزیست که هیچ نمیتونه ازش بی‌نیاز باشه یا واسط رقابت کنه، برای اینکه دانشجو به دلیل همون سن جوان که جوان خواستار تقلیل همه آدمه قدرت اونقدر به اصطلاح آمادگی داره که از افکار خودش رو شورش کنه علیهش تا تمام رولهای اجتماعی. ثانیاً دانشگاه جاییست که بزرگترین مسئولیت دانشگاهی هست که صبح صبح دانشجو به دانشگاه همه همدیگر میبینن، ارتباطات خیلی نزدیک میشه، فرد در دانشگاه کلاس به کلاس راهرو به راهرو دوری هم نصب کنن، هیچ دیکتاتوری نمیتونه جلوی اینو بگیره که بچه‌ها که صبح میان دانشگاه هم کلاس هم دانشگاه هستن نتونن با هم دیگه حرف بزنن، ارتباط بگیرن، تبادل نظر بکنن و دست به کارها مشترک بزنن. به همین دلیل جنبش دانشجویی یک دوکاری در اشتبه نیست که مثل شاید مشابه مثلا جنبش کارگری باشه. کارگرها به قول مارکس گفتیم من در این طبقه تاریخ برای اینکه دیگه یک سخت جمع میشه و دست شاید بعد تولید میخوابه خود اون زیر یک سخت جمع شدن با کشاورزا خوب تفاوت میکنه، از اینجای جنبش دانشجویی مزیت بزرگی داره. و بعد دانشجو و دانشگاهی در همه جوامع چه ایران چه غرب چه شرق یک گروه مرجع مهمه. در نسل قبل از من واقعا دانشگاه تهران خیلی نقش داشت، بعدا سقل سیاسی منتقل شد دانشگاه مهندسی دیگه دانشکده فنی که شما بودیم یک پدیده بود در اجتماع. من یادم دوران که من مثلا دبیرستان بودم در این شهر یه حادثه بود، گفتن دانشگاه اعتصاب، اینی که دانشگاه اعتصاب تو کوچه نقل میشد، توی خیابون نقل میشد، توی تاکسی نقل میشد، دانشجو چی میگن؟ این هنوز هم هست. دانشگاه گروه مرجع مهم نیست، وقتی خواسته این رو مطرح میکنه در تمام سیدو اجتماع با اهمیت طلب میشه بهش توجه میکنه. بنابراین میخوام بگم دانشگاه علارغم جوانی همون جوانی بهش یک ترابطی میده که تغییر سازه، تشکل در یک جا قدرت بهش میده، گروه مرجع بودن در جامعه مورد توجه قرار میشه. اما اینکه حالا جمع دانشجویی ممکن است که تجربه کافی نداشته باشه درسته، ولی این فرق میکنه با عقل و قدرت سازمان. در دوره ما هم مطمئنا در دنیا آخر هم همین جوانانی که شما میدید بینشون بچههایی پیدا میشن قدرت و مدیریت دارم، قدرت سازمانی دارم و از همون جوانی میتونیم ایمان کنیم. اون بخش تجربهش رو درست داره، حتما باید از تجربه با تجربه درها استفاده کنیم، از راههایی رو که قبلی ها رفتن رو بشناسن. شاید یکی از موضوعات این جلسه هم همین بود که ما کمی بریم به گذشته و ما یه نسل دیگه ای رو داشتنش ولی بتونیم بگیم تجربیاتمون چی بود و چجوری میشه از اون تجربه استفاده کرد. ولی ترجمان هر تجربه‌ای در هر دوره‌ای هیچ راهی نداره که آدم هم بود.
من در دانشگاه صنعتی آیامه یا در علیمردز بودی دانشگاه در فاکولته کمپیوتر تجربه داشتم، اما اینو ما دقیقه هفتم بگیرم خیلی چیزا فرق میکرده، نظام سرکوب فرق میکرده، نظام ارتباطات فرق میکرده، خواستهای اجتماع فرق میکرده. من باز دوره ایدم که یه ملت آرماری داشت آماده میشد که انقلاب کنه، ایدئال همه چیز انقلاب بود، انقلاب به هر دردی بیدرمان به نظر میرسید دواست. اون آرمان ها در کلان اجتماع عوض شد. به همین دلیل هم هست که تاکتیک ها هم به تناسبش تغییر بود. اون ترجمان هیچ چاره نداره، حتی شما وقتی از در دانشگاه میایید بیرون دیگه ممکنه وارد عرصه کار فعالیت میشی دیگه حتی نمیتونی به جای اون دانشجو پس بگیری. اون انحصارت وظیفه دانشجویان است که الان در دانشگاه هست با توجه به شرایطش. من دلیلی که آقای دکتر اسلامی گفتن ارتباط گرفتن با ارتباط افقی در جنبش با بخشهای دینی اجتماع و خواستهای مدنی دیگه را از دکتر آقای دکتر کریمی گفتن در خصوص این تشکیلاتی و ده ها مشکل برحال از پاسخ سوال شما را عرض کنم جنبش دانشجویی ممکن این تجربه بشه اما به معنی بی‌عقلی نیست. ما جوانان مدیر و سازنده بزرگی رو دیدیم در جریانات و لزوم برنامه‌ریزی تجربه رو طبیعتاً باید از با تجربه در حال بگیرن، ولی هر جوان تجربه به هر دوره هر شرایطی هر مرحله‌ای از هیچ کس بر نمیاد مگر از فعالیت جنبش دانشجویی در کنار. من فکر می‌کنم که سوال شما مشکلش برمی‌گرده به اینکه ما در یک ساختار سیاسی غیردموکراتیک به سر می‌بریم که در واقع بار اضافه به ساختار تحمیل می‌کنه دانشجو. یعنی اگر در یک جامعه دموکراتیک دانشجو بخواد مثلا یک خواستی رو به عنوان نهی فضای خاصی برای شما که می‌شنوم برای خاصی رو می‌کنه، در یک فضایی مثل ایران که تمام نهادهای مدنی اصلا فروپاشیدن و سرکوب شدن، اگر این بار اضافی خواست و ناخواست رو یه دانشجو قرار میگیره، نه کسی توصیه میکنه به دانشجوها و نه دانشجوها در واقع میتونن نپذیرن. میدونی در واقع مثلا وقتی احزاب رو میزنن، وقتی چهرههای سیاسی رو میزنن، وقتی حتی نهادهای مدنی و انجوهای غیر سیاسی رو میزنن، هیچ کس نمیبینه پس دانشجو جای دانشجو و دانشگاه جای این فشار میشه نه اصلا بهش وارد میشه. فشار سرکوب باعث میشه دانشجو اعتراض کنه، ممکنه بار بزرگی هم بخواد برداره. اما یه چیز دیگه هم باید اضافه کنیم، ساختار هر اجتماعی اگر به خاطر هرمی در نظر بگیریم، میشه در جهان جدید جهانی که این هرم رو در واقع خیلی پخش شده کرده، یعنی نسل هرم و واحد هرم در دنیای ما خیلی به هم نزدیک شده، وقت دانشجو کجای این هرم قرار میگیرن؟ در کمرگاه هرم. دانشجو بهتر از هر کسی خواست‌های جهان جدید رو درک می‌کنن، سخنگویان رو می‌تونن بفهمن، نقد کنن، بپذیرن یا نپذیرن و بعد خود می‌تونن منتقل کنن به یه لایه پایین‌تر. بنابراین نمونتون به نظر من اگر جنبش دانشجویی به هوش باشه که هست، باید واقعا اون کاری که باید بکنه بکنه. حالا شاید که بهش تحمیل میشه یه بحثه، ولی واقعا باید کاری که باید بکنه بکنه. یعنی مثلا فرض بکنید که در اون بحثی که من کردم دانشجو تو دانشجو کار خودشون میکنه، این روشن فکرا و این نسلی تحصیل کرده و فارغ التحصیلای قدیمی دانشگاه هستن که باید فضای آزاد فراهم کنن از طریق گفتگو و دامن زدن به گفتگو که بتونن از این حقوق که دانشجو ممکنه بدون اینکه به فهمه داره ازش استفاده میکنه یا بدش میخواد استفاده میکنه این فضا رو فراهم کنن که اون با فراغ خاطر بیشتری از اون حقوق استفاده کنه. مثلا بچه های مختلفی ها بودا رو خاطر بیهجابی سرکوب میشن، اونا هیچ وقت فمینیسم رو یا مطالبات فمینیسم رو ممکنه درک نکنن. اما با ظاهره و سلیقه انسانی خودشون میفهمن که کرامت انسانی این نیست که بهش بگم یا رو سری یا مثلا تو سری، برای دلش میخواد آزاد باشه. خب این وظیفه چیه که این فضا رو بده که اون بتونه از این حق خودش با خیال راحت‌تری استفاده کنه، لااقل اگر گرفتن میتونه صداشو بلند کنه بگه این حق منه، دیگران هستن که باید این فضا رو بسازن. من یه جمله‌ای داشتم، خیلی کوتاه مگر
اتفاقا من صحبتم این بود که این توقع رو نبایستی در دانشجو داشت و خود جنبش نباید میشه توقع داشته باشه. ببینید مسئله تفکیک جنسیت دانشگاه مسئله دانشگاه هست و این مسئله چهارم هست. یک، من در حقیقت این رو دارم میگم وقت نشد که هدف، تاکتیک و استراتژی موقعی میتونه کارگر باشه که این قشنگ تعریف شده باشه. اگر جنبش جانشجویی درون دانشگاه یک مطالباتی داره که ربط پیدا میکنه به جامعه بزرگتر، احکامهایی که میتونه استفاده کنه الزاماً بایستی بیرون از خودش باشه. ولی شماها چی تولید میکنید در دانشگاه؟ شما فکر تولید میکنید، راهکار تولید میکنید، تکنولوژی رو تولید میکنید. شما محسن گفت شما نه تنها نماد و آرزو و آمال هر جامعه هستیم، بلکه قادرانه بگید نماد بالقوه اونی که پدرها میخوان باشن و نیستن هستیم. اینه که این فشار رو خودتون میذاره. اما راهکار مخصوصا در دنیای مدرن فقط تجربه شخص با گروه قدیمی مخصوصا من میخوام این رو کنم، اتفاقا تجربه ما، تجربه که اشتباه کردیم به در شما نمیخوره. یعنی این تجربه شما تجربه نزدیکتری هست. بریم مصر رو نگاه کنیم، بریم سوریه رو نگاه کنیم، بریم اوکراین نگاه کنیم. این تجربه در شما کنیم و اونم آرادی هست، اینترنت آرادی رو مؤثر کرده. بنابراین این تجربه ما زیاد بدنیم، ما گناهکار رو بلاته از بالا بیزیم از این سوالی. من فکر کنم برای تحلیل جنبش دانشجویی یک چیز خیلی مهم معلومه نادیده گرفته من تفاوتی که هم دانشگاه ها و هم جامعه تو صد سال گذشته، یعنی در گذشته اگر دانشگاه به واسطه یه چیز محدود بودنش یک قشر نخبه رو تحلیل داد، محدود بودن، نخبه بودن، یعنی باید متوسط جامعه سواد بالاتر داشتن، آگاهی بیشتری داشتن، و از طرف دیگه تنها شبکه موجود محل گفتگو بود، محل تبادل نظر بود، محل بحث علمی آکادمیک بود. الان این ویژگی به نظر من تغییر کرده. اولین دلیلش اینه که تحصیل تو ایران یه چیز فراگیر شده، یعنی دیگه محدود به کسایی نیستن که توی دانشگاه سراسری قبول میشن، میان تو دانشگاه 2-3 میلیون نفر دانشجو ما داریم. الان اکثر جوانهای زیر 30 سال ایران تحصیلات دانشگاهی تو مواقع مختلف در هر صورت دارن، مهمترینش هم فراگیر شدن دانشگاه آزاد. از طرف دیگه یه چیزی، یک شبکه وسیع‌تری اومده که اون شبکه دانشگاه ها رو تقریبا میشه گفت به حاشیه برده و در نتیجه مرجع بودن دانشجو وجودی که مثلا 40 سال پیش میپرسیدن که دانشجو چی میگن دیگه مطمئن رفته. اونم ظهور شبکه های اجتماعی، ظهور رسانه های جدید که میتونه که جامعه رو با هم دیگه به شدت هم نزدیک کنیم بدون اینکه نیازمند یک جایی ما بشیم مثل دانشگاه که بیایم همه رو دور هم دیگه جمع کنیم. به نظر من همین تجربه چند سال گذشته ما نشون میده که اون جنبش دانشجویی جذب یه جنبش بزرگتری شد که حالا ما بسیش رو بذاریم جنبش سر. و حتی من فکر نکنم تجربه های تحقیلی که ما از حرکت های مدنی داشتیم توی کشورهای مختلف مصر رو دانشگاه به مفهوم کلاسیک دنمارک دیگه اون بهش دیگه اون مرجعیت سازمانده شده و الان دیگه نوبت به نظرش نوبت برای جنبش‌های جدید و مرجع‌های جدید باشه. ببینید این خیلی خیلی بحث نو و مهمی هست، نقش شبکه‌های اجتماعی جدید فیسبوک بس در حرکت‌های اجتماعی جدید و اینکه چه مقدار از نقش سنتی احزاب سیاسی، سازمان‌های سیاسی یا نهادهای مدنی رو اینترنت به دوش می‌گیره بکشیم. به یکی از فعالین خیلی قدیمی ایران به هم می‌گفت، اون وقتی من توی تلویزیون فرم هفته گفتم تو تمام چیزایی که نسبت به لنینی ما یاد می‌گرفتیم هستش که روزی با هشت روزی ماهواره رو زندگی می‌کنیم، مثلا خیلی از این اتفاقات می‌تونه بیفته. این حرف شما حرف درست است که در
عوض شده، تسهیل شده، بهتر شده. اما من اون نکته که میخوام بگم فقط اینه، باز هم هیچ چیزی جای کسی که پاش میزنه نهایتا اکت میکنه، حرکت میکنه. یعنی باز هم دانشگاه و دانشجو وقتی اکت میکنه، حرکت میکنه، خواسته این رو میذاره، سر کلاس نمیده، دانشگاه رو میره حساب میکشونه یا تحصل میکنه. این هیچ چیزی جایی نمیده. همه اون مقدمات و ارتباطات درست کمک کرده، ولی در انتها اون اکت و حرکتی که تأثیر میذاره و در انتها هم در واقع ایجاد میشه. در مصر که مثال زدیم، اتفاقا خواستگاه حرکت در مصر جوانهای دانشگاه 2008 جوانه 6 آفریل یه فراخوان دادن برای حرکت کارگری. خب دوره مبارک بود، سمبور شدن، مقاله بزرگ هم بگیدن، ولی خوابید. اما زیرکی این بچه های شیش آفریل از فاصله 2008 تا 2011 که یک منده به فهمه حوادث تونست سود بلند رو زدن جام آمد، روی زمین کار کرد. به مثل که 40% جمعیتی زیر خط فقر سازمان ملل هست، در لایه های به خصوص اون دست جامعه همین جامعه شیشافی دستان را کار کرد. نتیجه شیم شد که درست ارتباطات در 2011 به دردش رو کن باز فیسبوک کار ساش رو کن، ولی این مطلبه به دلیل ارتباطات فردی که داشتن که گرفته بودن و سازمانی البته توی این فاصلی اتفاق هم در رسول کنید مبارک یک مقدار فشار رو کم کرد و شاید مدتاً صرف امریکا رو میگه اسمت، ولی یه نقداری یه مینیمومی از بازدگی ایجاد شد، ولی اون کار رو زمین بود که وقتی این دفعه سود رو زدن جراحتی هزاران نفر رو تونست از آزاندهی کنند. البته ابتدام با اولی که فعالی شد همون کلک شدیم یه سندش کوچیک کردیم از حق میپرسیم اگه دعوت بکنیم میاییم خیابون میگن میایم اگر دیگران بیان. فهمیدیم که یه جایی ما باید نشون بدیم دیگران اومدن. رفتیم یه خیابون تنگداری رو انتخاب کردیم، 23 تا آدم بیشتر هم یه تظاهرات برگزار گذاشتیم، عکس گرفتیم، فیلم گرفتیم، شبکه‌هاش رو پست کردیم، جوری نشون دادیم که مثل هزاران نفر و این سطح شکوندیم و نشون دادیم که میشه میان. و البته کارهای دیگه کرد برای نکته من هست که کاملا درست جدیدی هم هست، موضوع مهمی هم هست و قدرتش هم درست به حرکت های اخیر به خوبی دیده شده، ولی باز هم در نهایت همه این رو باید تبدیل بشه به حرکت اکت و عمل واقعی که آدم ها با آدم ها میگیرن و پاشون میذارن به زمین به یک کاری رو انجام بدن. کاملا این مسئله حیاتیه و میگم برخط شد، ولی کاملا محسن درست میگه. ببینید جنبش دانشجویی موقعی میتونه تأثیرگذار تر باشه که به طور منسجم کار کرده نهادهای در اون دنبال یک قدرت سیاسی مطرح بشه، یعنی سازماندهی داره، ارتباط ارگانیکی که دانشجوها دارن در اون هویت دانشجویی بسیار مهمه. شما بعد از مدت ها من میگم کی هستی؟ میگه من بچه شریفم، من بچه آریامه بودم، من بچه پهلوی بودم، دانشگاه شیراز بودم. اینو وقتی میگین تو آیدنتیتی تو اینه، یک ارتباط اوریانی داری، نه فقط اون موقع. الان هم وقتی اومدی انیورسری دانشگاه شریف کلاس 78 کلاس 80 چرا که این باند بین شما وجود داره، این شبکه ارتباطاتیه. شما مرجع یا مبدا میتونید باشید اونجایی که سازماندهی دارید، هدف دارید، یک شبکه ارتباطات دارید. آمریکا انتخابات 2000 انتخابات آقای اوباما دور اول و دور دوم بدون مشارکت دانشجوها و زنان امکان پذیر نیست، نبود. یک دیوار یک گسری است وایت امریکا، آمریکای سفید ممکن نبود و ندار، نه دوره اول نه دوره دوم به اوباما. این اون حاشیه‌ها دانشجوها مخصوصا دانشجوهای دانشگاه اینها بودن که فعال شدن
و به عنوان یک قدرت سیاسی الان مطرح حزب محافظه‌کار آمریکا دچار یک بحرانه به خاطر اینکه اسپانیشا و جوانها دارن به طرف حزب لیبرال و حزب دموکرات و بیشتر لیبرال هم در افکارشون. بنابراین قدرت سیاسی جنبش دانشجویی میتونه قدرت سیاسی باشه به شرطی که سازماندهی داشته باشه، یعنی مطالباتش فراتر از مطالبات در اون دانشگاه میره، قدرتی که ربط داره به مثلا جامعه مدنی. و این رو هیچ موقع نمیتونید منکر بشید که الان هم از گروهای پژوهشی همش منشیدن کسایی هستن که توی دانشگاه با هم کار کردن، همدیگه رو میشناسن، شناخت دارن. این ارتباط یک ارتباط طلاییه و بزرگ شدن دانشگاه مثلا دانشگاه آزاد کمک میکنه، نه ضرر میزنه به این قضیه، چون ارتباطات زیادتر شده. شما دانشجوی این مملکتی، شما فرمان این دانشجو خیلی سوال دیگه هست بشه. خسته نباشید شما، خسته نباشید.